برندگان مسابقه تعاملی قسمت اول شبهای مافیا زودیاک. در قسمت اول 4 سوال تعاملی زودیاکی داشتیم و 26% از بینندگان فیلمو حداقل به 3 سوال پاسخ درست دادند و از بین آنها این 3 نفر به قید قرعه برگزیده شدند: آقای محمد رضا رشید آبادی از نیشابور، آقای محمد عطایی مقدم از مشهد و خانم شیما لباف از تهران. هر هفته 3 فیلمویی که پیشبینی درستی داشته باشند به قید قرعه برنده میشن. شما هم میتونید یکی از برندگان 2 سال اشتراک رایگان فیلمو باشید. فرصت شرکت در مسابقه این هفته رو از دست ندید. اینجا سیسیل، یه جزیره خطرناک در جنوب ایتالیا، جایی که زادگاه مافیاست. مساحت سیسیل 25721 کیلومتر مربع، خود مختاره، قانون شبیه هیچ جای دیگه نیست. 67 بیمارستان داره، اما از زندانهاش هیچ آمار دقیقی در دست نیست. یه نکته رو یادتون نره، کسب و کار بیشتر اهالی اینجا مرگ. اینجا یه مثل دارن که میگه ایکو دردی مؤیون و علفین دلفیل، یعنی ترسو آخر فیلم میمیرن. سیسیل آب و هوای معتدل و سواحل خیلی زیبایی داره، برای همینم حتما برای مسافرت پیشنهاد میشه. نگران نباشید، این صداها برای بچه های سیسیل حکم لالایی رو داره. درسته که سیسیل همیشه با مافیاش شناخته شده، اما سیسیل ما یه مهمون ناخونده داره، زودیاک. یه قاتل سریالی که وارد شهر شده و به جان شهروندا و مافیا افتاده. آیا دشمنی با زودیاک میتونه برای اولین بار شهروندا و مافیا رو با هم متحد کنه؟ باید صبر کنیم و ببینیم. اینجا شبهای مافیا زودیاک. به سیسیل ما خوش اومدی. We'll be right back.
سلام سلام سلام، مخلصیم مخلصیم مخلصیم. بفرمایید بفرمایید بفرمایید. محمد بهرانی هستم رفقا. از ته دل بگم برام باعث افتخاره که قرار با شما توی یه قاب دیده بشم. خیلی وقتا شما رو امید و فرزاد و از پایین استیج دیدم، عبدالله رو پای تلویزیون دیدم، محمد شعبانپور پر از نمک شما رو در سریال دیدم، علی آرش فلاحت‌پیشه سال بالاییم بوده، شهرام قائدی همشهریمه و استاد شریفی‌نیا و خانم مسعودی‌فر و سیاوش خیرابی جذاب. فقط روی میزاتون یک تعدادی نوشیدنی هست از طرف حامی برنامه هیدی جلوتونه، به نظرم استفاده کنید. طبیعتاً من فرزاده که توی تمرین‌ها دیدم با لبل اینجا حرف میزنه، حتما به نظرم باید بخوره. فقط تو رو خدا مواظب صدات باش، چون ما صدای تو رو خیلی دوست داریم. یک نوشابه انرژیزایی هم وجود داره به اسم وان دی، استفاده کنید. دمتون گرم، یه دست برای خودتون بزنید، آب بخورید، نوشیدنی بخورید اگه دلتون میخواد، اگه مشکل اونجوری ندارید. یه اتفاق جذاب دیگه هم که داریم، اگر احیانا به هر دلیلی شلیک شد بهتون، بمب منفجر شد، خدای نکرده فوت کردین، از همین بعد تشریف و این داخل اتاق مردگان ما کماکان با شما هستیم، مخلصیم. خب بریم سراغ کارت ها. خب بچه ها برای قوانین هم که میدونین دیگه، توی ترن هم صحبت نکنید، لایک بدید، دیسلایک بدید، زمان چالش نصف زمان صحبت و و اتفاقات دیگر که شما افعی هستید. دوست دارم که فرزادم یک در واقع اینا رو قاطی کنه که قاطی بازی پیش نیاد از این وسط. رفقا شهر در امنیتی ترین حالت ممکنه، هیچ پلیری هیچ همراهی با خودش نیورده، هیچ کس گوشی تلفن همراه نداره، ساعت هوشمند نداره و ما تا اونجایی که زورمون میرسیده که به نظرم اصلا هم زور کمی نیست، تلاش کردیم که بازی در سلامت کامل انجام بشه. به نظرم از خانومام یه نفر لطف کنن کارتا رو برای من قاطی کنن. متشکرم، من دیگه بهش دست نمیزنم. شروع میکنیم. ماسکا به چهره لطفا، ماسکا به صورت لطفا. از بالا و پایین ماسکا رو به صورت بچسبونید که مطلقاً روزنه نوری باز نمونه. متشکرم متشکرم. فاطمه خانم لطفا نقشه رو ببین. اعلام من روز خواهد شد. 5 4 3 2 1 ماسکا رو برمی‌داریم. دوستان وارد روز بلایند یا روز ناآگاهی بازی میشیم. تو این مرحله هنوز نه مافیاها هم دیگر رو میشناسن، نه هیچ شهروندی با هیچ شهروند دیگه چشم باز کرده. ازتون درخواست میکنم تو این مرحله بر اساس احساساتتون یا شیوه بازیتون حتما تارگت بزنید، دیتا وارد بازی کنید که بازی گرم بشه و بچرخه. کی میخواد سر صحبت باشه؟ از عبدالله شروع میکنیم. در جهت عقربه‌های ساعت میچرخن، نفر اول عبدالله، نفر آخر خانم محیا دهقانی. در روز ناآگاهی یا روز بلایند چالش نداریم، فقط لطفاً در ترن خودتون صحبت کنید. متشکرم. سلام، روزتون بخیر. من عبدالله روا هستم، خوشحالم باهاتون بازی میکنم. به آرش فلاحت‌پیشه، شهرام قائدی تارگت میزنم.
درود به همه دوستان، من فرزاد فرزین هستم و خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم و امیدوارم بازی بسیار خوبی بشه. ابتدای دست خیلی دقیق نمیتونم تارگت بزنم، یه تارگت فعلا به سیاوش میزنم ببینم چی میشه، و آقای حسین جان عزیزم هم یه تارگت میکنم تا صحبتاشون رو بشنوم ببینم به چه شکل. مرسی خیلی. سلام، امید آجیلی هستم، خوشحالم که با هم بازی میکنیم، امیدوارم که به همه من کلی خوش بگذره. من قبل اینکه میخوام تارگت بزنم میخوام بیننده ها خواهش کنم که چشم بسته به جای مافیای ساده شهروند ساده بازی بکنن، که انقدر همه چی آگاه نباشن که بگن فلانی بد بازی میکنه فلانی خیلی، چون با چشم بسته واقعا سخته. من میخوام تارگت بزنم به حسین مهری خانم فاطمه. خب بازی شروع بشه ببینم چه اتفاقی. سلام به همگی، من محمد شعبانپور هستم، خیلی خوشحالم که باهاتون بازی میکنم. بله آقای قائدی عزیز، خیلی خوشحالم با شما بازی میکنم. تارگت میزنم در روز کوری به خانم مهیا دهقانی، به خانم فاطمه مسعودی فرد، به آقای سیاوش خیرابی و آقای حسین مهری عزیزم. سپاس از همه. سلام، فاطمه مسعودی فر هستم، خیلی خوشحالم که با شما بازی میکنم. خیلی جالب آقای فرزین و آقای حاجیلی، من اولش که بیدار شدیم میخواستم آقای خیرابی و آقای مهری رو تارگت کنم، بعد که یهو هم شما هم شما و هم شما اسم این دو عزیز آوردین یکم برام همون اول بازی سفید شدن. حالا چون روز کوریه دقیق نمیتونم حدس بزنم. و شما نه، آقای روایی که اول بلند شد یکم شجاعتتون برام عجیب غریب بود که فقط تارگت زدید. مرسی. سلام عرض میکنم خدمت همه، من ملیکا شریفی‌نیا هستم، خیلی خوشحالم که باهاتون بازی میکنم. اتفاقا به نظر من شهامت ایشون توی سر دست بودن، چون منم میخواستم سر دست بشم، اصلا چیز مشکوکی توش نبود. ما هنوز به روز معارفه نرفتیم، در نتیجه اصلا عجیب نیست که این دوستان زیاد تارگت بخورن، چون من خودم به آقای مهری و آقای خیرابی و آقای فلاحت‌پیشه عزیز تارگت دارم، کاری به هیچی ندارم. اوشن حتما با من بیدارش شب اول، سیو دکتر رو میخرم، اصلا کاری به اتفاقی ندارم. اگر غیر از این بود حرفه ای، شاد نکنه تکلیفتون با من روشن میشه، بیشک شک نکنید. به امید برد این شهر قشنگ و دلنگیز با اقتدار. خب سلام علیکم، ارادتمندم، مخلصیم. من شهرام قائدی هم، خیلی خوشحال و خرسندم که در خدمتتون هستم. ارادت به وای بهرنی. یه مطلبی رو بگم، ما پرده برداری میکنیم از دو تا پلیر خیلی قوی برای اولین بار در شوهای مافیا، که اگه شهر شانس بیاره و این دو عزیز در سایز شهر باشه، شک ندارم که بردیم. اگه نه که خرویا رو باقالی رو بار کن. و خوشحالم که واقعا باهاتون بازی میکنم. با اینجای نیم دایره که کاری ندارم، دو بانوی عزادار تسلیت میگم. و اینجا اتفاقا برعکس صحبت شما، من به آقای روا مشکوکم، چون به نظرم پنهان کردن یه ذره استرس هم هست. با تو که اصلا کاری ندارم فرزاد، با مافیای همیشه مانا استاد حاجیلی کار دارم و سلطان دیسلایک، تا بچرخه ببینیم چی میشه. سلام، من سیاوشم، شهر خندانتون. تارگت میخوام بزنم به چشای خط شما، خط امید عزیز، که برای من قشنگ یه جورایی سیاهه. و همین، بچرخه ببینیم چی میشه. قربانش. سلام عرض میکنم، آرشم، فلاحت پیشه. بهتر از این نمیشه که من در کنار شما هستم. از همینجا شروع میکنم، خانم مهیا، آقای ربا، آقای حاجیلی که اصلا سیسش مافیاییه، این برای خانم فاطمه و شهرام عزیز که خیلی دوستش دارم. دو تای دیگه هم بگی آفریقاست. چون تو مافیا همه سیان.
سلام، حسین مهری هم. خیلی خوشحالم دارم باهاتون بازی میکنم. این کسایی که میگم برای من سیان، حواستون بهشون باشه. خانم دهقانی، آقای فرزاد فرزین، آقای حاجیلی، خانم شریفینیا و آقای خیرابی. این 5 نفر رو گفتم. فکر میکنم از توی 3 تا سیاه حداقل در بیاد. سلام بچه ها، شهیدا یوسفی هستم. خیلی خوشحالم دارم باهاتون بازی میکنم. آقای محمد، همه که بلند شدن خودشون رو معرفی کردن، به همه دیسلایک داد جز آقای حاجیلی. این فقط نکته رو گفتم که بدونم تارگت هم فعلا نیستی. فاطمه جون، شما هم بلند شدی گفتی اول میخواستم آقای مهری و آقای خیرابی رو، ولی تک تارگت زدی به آقای روا. اینم فقط نکات رو من میگم. آقای شهرام عزیز، شما آقای روا برات رفت تو ساید سیاه به خاطر اینکه اول خواستش که چالش گرفت که اولی نفر صحبت کنه، ولی ملیکا هم همین کار رو کرد، اما شما ملیکا رو راجبش صحبت نکردی. شما هم که کلن چهار نفر هستن که تو ساید سیاه هم، ولی دو نفریتون 5 تا تارگت داشتین. من نکات شهر رو گفتم، یک با این دیتیلی که دارم کشف و شهود میکنم شهرم و تارگت هم فعلا حسی آقای روا و آقای سیاوش. نفر آخر. سلام به همگی، خیلی خوشحالم که باهاتون میخوام بازی کنم. مهک دهقانیم. شروع میکنم، تارگت بک بیت میکنم. اینجا آقای قائدی و اینجا آقای محمد. به چرخه ببینیم چه اتفاقی میفته. متشکرم. دیگه نمیچرخه. بله دیگه چرخش تموم شد. بله، وارد شب صفر بازی یا شب معارفه میشیم، شبی که قراره مافیاها همدیگر رو بشناسن. ماسکا به صورت لطفاً. ماسکا به صورت. شب میشود. کل اعضای مافیا بیدار شن، همدیگر رو بشناسن. برای خودشون و بیننده ها معرفی کنن. آل کاپون، رئیس مافیا، با لایک به من نشون بده. متشکرم، متوجه شدم. بمبگذار، نقش دوم مافیا. متشکرم. شعبده باز. متشکرم، متوجه شدم. فرصت شور و مشورت برای اعضای مافیا. از بیداریتون استفاده کنید، استراتژی داشته باشید، پلن بچینید و بازی رو ببرید. شما در اقلیتید اما قدرت دست شماست. کل اعضای مافیا بخوابن. ماسکا کاملا به چهره بچسبه. من دقیق دارم نگاهتون میکنم. متشکرم. دکتر شهر لطفا بیدار شد. متشکرم. کاراگاه شهر. حرفه‌ای، نقشی با دو گلوله جنگی. تفنگدار بیدار شه، خودش رو به من و دوربین ها معرفی کنه. محافظ شهر، نقش فداکار شهر. متشکرم، متوجه شدم. محافظ بخوابه. اوشن، جورج کلونی عزیز ما بیدار شه. آقای کلونی یا خانم کلونی، نمیدونی. دو شهروند ساده نیازی نیست که ماسک رو از چهره بردارید. فقط با لایک به من نشون بدید که نقشاتون رو متوجه شدید. نگه دارید. و نقش مستقل بازی، زودیاک، با لایک به من نشون بده. با اعلام من روز می شود. 5، 4، 3، 2، 1.
بکشید لذت ببرید. شب جذابی بود. از نوشیدنیاتون میتونید استفاده کنید. One day or hey day. سر صحبت عبدالله روا در جهت عقربه‌های ساعت میچرخه. در روز اول بازی شما هم میتونید در نوبت خودتون صحبت کنید و هم نفری یک بار چالش بگیرید. عبدالله جان با شما این. من سعی میکنم گیجتون نکنم، حرف اضافه نزنم. هر وقت چیزی متوجه شدم میگم. تا حالا به نظرم میرسه که محمد شعبانپور شبیه به سفید بازی نمیکنه، با شهر بازی نمیکنه. توی دور بلایند البته چیزی دستم نیومده که الان بگم قطعا به کسی رأی میدم. رأی دو که قطعا به کسی نمیدم. فکرم نمیکنم تا آخر این دور من شخصا کسی رو با رأی بیرون بندازم. از شهر خواهش میکنم که دقت کنه. بعد از محمد من همچنان روی شهرام به خاطر شناخت قبلی که ازش دارم و تغییرات که توی رفتارش میبینم تاکید دارم. خواهش میکنم بهش دقت کنید. به چرخه. چالش دوستان. خب خدمتتون عرض کنم که من فعلا با عبدالله جان کاری ندارم تا یه ذره بیشتر آشنا بشم با بازیش. در مورد امید یه مقدار مشکوک هستم. مدل بازیش چون چند دست باش بازی کردم به نظرم یه ذره به مافیا میخوره. خانم یوسفی به نظرم توضیح بدی نداد، زیاد برام فعلا مشکوک نیست. خانم فاطمه من فکر میکنم یه مقدار مدل بازیتون مافیاییه و حرفایی که زدین که چون ما گفتیم اینو پس ما اونا رو سفید میکنیم. چجوری سفید میکنیم خانم؟ رو چه فکتی سفید میکنیم؟ حسین جان مهری پا میشن پنج نفر رو میگن از توشون سه تا در میاد. خب لپ لپ که نیستش. منم میتونم به هشت نفر بگم از توش چهار تا در میاد. نه درست بازی کن، بیا تو بازی که برای من تارگت نشی، چون اگر تارگت بشی برام مطمئن باش تارگت همون میدم از بازی بیرون. شهرام جانم برام یه مقداری مشکوک هستی، ممکنه اون چیزی که گفتی نشه، یعنی سایدمون با هم یکی، امیدوارم بشه ها. متشکرم فرزاد جان، دوست دارم. متشکرم. نفر بعد. من شاید برای خیلیاتون سیاه باشم، سیاه پوشیدم ولی سیاه نیستم. من این دست شهرم، بعدم شهرم. مدل بازی یه جوریه که شهر و مافیا یه مدل با هم بازی کردید، میدونید احتمالاً براتون خیلی سخته تشخیصش. من ترجیح میدم راجع به اونایی که صحبت کردن حرف بزنم تا اینکه بخوام ذهن همه رو گمراه بکنم. شما این ادعا رو کردی، گفتی نمیخوام ذهن همه رو گمراه بکنم، ولی دو تا تارگت زدی. چه جوری میشه؟ اگر نمیخوای ذهن رو گمراه بکنی میگفتی نفر اولام حرفی ندارم، میشستیم ما میپذیرفتیم. ولی وقتی این حرفو میزنی و بعدش دوباره ذهن ما رو میبری سمت دو نفر، برای من خاکستری رو به سیاه میشی. مدل بازی فرزاد به نظرم یه مقدار شهریه، به خاطر اینکه فرزاد وقتی مافیا میشه یکم تو خودشه، ولی الان که پاشوده اینجوری داره سعی میکنه که یه همی بزنه که از تو شهر در بیاد، به نظرم فعلا شهریه. اما سفیدش نمیکنم چون نمیدونم چه اتفاقی میفته. بنابراین ذهن شهر رو به هم نمیریزم. اگر چیزی به ذهنم برسه و بتونم کمک کنم به شهر، حتما چالش میگیرم و صحبت. چالش دوستان، کسی چالش احتیاج نداره. راجب دوستانی که صحبت کردن، آقای روای عزیز بلند شدن به من تارگت زدن و گفتن تا اینجای بازی چیزی به بازی اضافه نکردن. ندارده روا جان، این روا نیست که همینجای بازی بگی چیزی به بازی اضافه نکردن. اصلا دور بلایند بوده، من چهار نفر رو اسم بردم و شما سردست بلند شدیم به من تارگت میزنیم و میگی چیزی به بازی اضافه نکردن. این شک برانگیزه. آقای فرزین رو احساس شهروندی دارم، آقای حاجیلی رو همینطور. خانم مسعودی فر، شما هم تو ترن بلایندتون سفید کردید دو نفر رو و این تو اون دست به نظرم خیلی نمیتونید بگید سفیده. آقای خیرابی هم از اینجا جنبندی بفرمایید. آقای خیرابی هم از اینجا همه صحبت کردن، صحبتی نکردید و به اون سمت تارگت زدید. این مشکوکه. آقای فرزین و آقای محمد، من منظورم از این که سفید کردم این نبود که حتما این دو نفر چون شما دو نفر تارگت زدیم بهشون بر من 100% سفید شدن.
گفتم غریزی بهشون شک کردم، بعد که یهو دیدم سه نفر پشت سرم دارن اسم این دو عزیزو میارن، یکم اینجوری شدم نکنه یهو با گفتن من با اسم بردن این دو عزیز تارگت کش بشم مثلا روز اول. یا رد جان چند نفر اینجا آقای مهری آقای خیرابی رو گفتین، شما فکر کنم گفتین، شما گفتین، شما گفتین. آقای روا راجب آقای محمد، آره اصلا بازی صورت نگرفته، بازی شکل نگرفته، شما یهو چون دم دستتون انگار کسی رو ندارین آقای محمد رو تارگت میکنین. من شما رو دارم، حتما حتما دارمتون. و از بین این چهار تا عزیز آقای فلاحت پیشه مثل همیشه بهتون شک دارم و آقای خیرابی که هیچ حرفی نزده تا الان. سه نفر دوستان کسی چالش میخواد؟ خب آقای روا من دست پیش به شما تارگت نزدم، اینجای بازی برای من تارگت میشین که از یکی از تارگتاتون میگیرین عقب. یعنی اینه، وقتی تارگتتون رو شما دنده عقب میگیرین برای من تارگت میشین، با اینکه اسم مافیایی ازتون نمیگیرم. این بازی بازی مافیاییه، اگر مافیا نیستین این رو اصلاح کنین لطفاً که منو به اشتباه نندازین، من شهروندو. آقای حاجیلی فعلا از شما دنده عقب میگیرم، آقای محمد چیزی نباید اضافه میکرد، آقای قائدی نبات شهرن، میدونین باید باشن تو بازی، اصلا باید باشنشون. ایشون هم خوشگل منه، اصلا کاری باش ندارم فعلا. چی کارش دارین؟ بذارین حرفاشو جمع جور کنه، یهو پنج نفر میپرین بهش، حواسش پرت میشه، کاری اصلا نداریم. آقای حسین مهری که یک پلیر خوب مافیا هست، وقتی پا میشه چهار تا سیاه تو بازی پنج تا تارگت میزنه، تارگت قطع من تو شب یک میشه. اما دلم نمیخواد روز اول بازی ما کسی رو بدیم بیرون، حال سلیقه شخصی منه، دوست دارم بازی ادامه پیدا کنه. اوشن امشب با من بیدار میشه، دکتر منو سیو میده، حرفه ای شات نمیزنه. اگر اوشن سوخت رفت بیرون و ما دوتا قتل داشتیم، منو هدایت کنین به اتاق مردگان با عشق. البته ممنونم، خیلی مخلصیم خانم شرفنیا، خیلی ممنونم از این نباتی که لطف فرمودین. من خیلی هنوز چیزی دستگیرم نشده، ولی از لطف شما خیلی ممنونم، بابت این محبتتون تعظیم میکنم. عجیباً غریبا عبدالله جان، ضد و نقیضا، دیگه تکرار نمیکنم، واقعاً چند جا، یعنی به چند مورد ضد و نقیضا. با استاد فرزین کاری ندارم، میترسم، حالا هنوز چیز مشخص نشده، خداییش چیزی هم دستگیرم نشده بخوام از شما دنده عقب بگیرم. یک دیالوگی رو به نسبت دادی به این بر به چیز یا به سیاوش نسبت دادی یا به آرش، که الان درست نمیدونم، دقیقاً تو بلایند همین کاره کردی. حالا درسته اون بلایند بوده، این دور دوم بوده، دقیقاً تو هم آب پاشی سه نفر صحبت کرده بودن دقیقاً از این وقت. ببین تو تارگت من بودی، نمیگم صد سیاسفید، ولی همچنان حواسم بهت هست. فقط اینجای قصه در مورد حرفی که در مورد شیدا یوسفی زدی که به نظرم حرفه، من متوجه حرفاش واقعا نشدم. حسین هم که برگشته به روزای اوجش و یوهو این دیالوگو میگه، من یه ذره حسین جان نسبت به مشکوک میشم. خب بفرما، سوالم اینه، همه میپرسن چرا حرف نزدی؟ برسه بهم حرف بزنم وسط اینا یه چالش بگیرم؟ چرا چالش بگیرم؟ آرومم. در مورد شما، من وقتی که در مورد عبدالله صحبت کردی یه ذره عبدالله برام خاکستری شد، ولی وقتی اومدی راجع من گفتی به این بر تارگت دادم، امید تارگت من بود، چجوری حواست به بازی نیست، داشتی فکر میکردی مافیا چجوری پلن بچینی، پس تو برای من تارگت میشی. جدی میگم، نخند، تو برای من تارگت میشی. چون من به امید تارگت زدم و این برام به این بر تارگت زدم. نه قربونت میشه جون، برای اینکه اصلا حواست به بازی نبود که من کجا تارگت زدم. بعدم بچه‌ها باید برسه بهم که صحبت بکنم. بفرمایید آقای حاجیلی. امید عزیز، شما درست سیاه پوشیدی، ولی مهم اینه که کت تنکیه، کت سفیده. شما یه لبکشی خیلی اساسی از شهرام عزیز که امروز هم خیلی محجوب و نازنین شدن خیلی و شهرام عزیز هم جواب این لبکشی رو داد. اینجا داری یه اتفاقاتی میفته که من و ما
محمد شما هم الان با اون سیبیلت که خیلی مافیایی داره میزنه بیشتر برای من توی این امروز یه ذره مشکوک شدی، ولی من امروز روی تارگت هم هستم. خانم مهیا، آقای روا، امید عزیز، خانم فاطمه و شهرام. متشکرم. حسین جان، چون برام حرفای عبدالله مهمه که بگه، میخوام چیز کنم. من بازم تکرار میکنم، چیزی میگم که به دردتون بخوره، همون چیزی که آقای حاجیلی گفت دقیقا حرف من رو تکرار کرد، ولی متاسفانه طبق همون حرفی که خودم زدم باز به خودم گیر داد. بچه ها به محمد شعبانپور دقت کنید، وقتی هم که گفتم چیزی اضافه نکرد مقایسهش کنید مثلا با خانم یوسفی که من تارگتش نکردم، یا بقیه بچه ها که به هر حال درباره روز بلایندشون یه برنامه ای داشتن. روز بلایند برای چی ما فیلینگی یه کاری انجام میدیم، یه تارگتی رو میزنیم؟ برای اینکه ببینیم کی ازش عقب میکشه، ازش یه نتیجه ای بگیریم. یه نکته یا به همه بچهای شهر بگم، سریع هم میگم چون تو چالشم، اینه که ما هممون الان داریم به این فکر میکنیم که داره پخش میشه، ممکنه که شخصیتمون تغییر کرده باشه، ممکنه سعی کنیم هممون بامزه تر باشیم. این نکات رو خواهش میکنم توی بازی در نظر بگیرید، وگرنه شهر گیج میشه. تو این حالت کسی که آگاه برنده است. بفرمایید. حسین، کاش شما اون روز بلاین سه نفر پاشده بودن به من تارگت زدن و دو نفرشون هم با خیرابی، کاش میذاشتیم بگذره ببینیم اون موقع وضعیت من و آقای خیرابی بهتر مشخص میشد. شما سه نفر صحبت کردن پاشو، کاش نمیکردین این کارو. آقای فرزین، وقتی من پا میشم پنج نفر رو معرفی میکنم، اگه سیاه باشم پا نمیشم پنج نفر رو معرفی کنم که برام مشکوکن، لپ لپ هم نیستش. من مافیا هم باشم، شما شهرم باشیم، باز نمیتونیم منو بدیم بیرون. خانم ملیکای شریفینیا پا میشن میگن آقای قائدی رو نمیدونم گوگولیا نمیخوام برم بیرون، ایشون نمیدونم چی چیه نمیخوام برم بیرون، بریم رو حسین مهری. چه فکتی از من بوده که بخواین اصلا بیاین روی من؟ شک میکنین از اونجا میخواین بریزین رو من؟ نمیشه. بعد یواش یواش عبدالله روا، چه اتفاقی افتاد که من اصلا تارگتتون شدم؟ چه اتفاقی افتاد که شما میگین به حسین مهری؟ من الان ترجیح میدم روبروی خانم شریفینیا و تا حدود فرضی مایز. چکرم. بفهم آقای حسین مهری، گوش نمیدین نه؟ من همین الان گفتم چرا به شما تارگت زدم، همونطور که آدم های دیگه هم گفتن. شما 5 تا تارگت میزنید، شما پلیر حرفه‌ای هستین، این فکتتون، دنبال فکت میگردین. شما روبروی من میخواین بازی کنین، روبروی فرزاد بازی کنین، بعد عقیده دارین ما نمیتونیم اگه شما مافیا باشین بدیمتون بیرون. حیف که دارم تلاش میکنم خیلی خانوم باشم ولی میدیمتون بیرون با احترام، حالا کاری ندارم چه جوری، ولی حتما تشریف میبریم بیرون اگر ما فکر کنیم شما مافیایی، که حتما تشریف میبرید. اما شما چون پلیر خیلی خوبی هستی من کاری ندارم. بله ایشون نباته، میخوام بمونه. مشکل شما چیه؟ خوراکتون رو ازتون گرفتم. متشکرم خانم ملیکا. اصلا اینا نیست به قول آقای فرض. بفهم. آقای قائدی گفتی که حرفای منو متوجه نشدین. من یک سری سعی کردم داده به بازی بدم، یعنی اینکه حواسم رو سعی کردم جمع بکنم، حرفا رو بشنوم و بلند شدم تارگت هامو بعد از داده ها دادم. فقط یک نفر 4-5 تا تارگت نزد، دو نفر 5 تا تارگت زدن. من فقط خواستم که اینو یادآوری بکنم. و خیلیاتون پاشدین تک و توک بودین که راجع به تارگت های قبلیتون صحبت کردین، خیلیاتون فراموش کردین تارگت های قبلیتون رو، حرفای جدید زدین، حالا شاید تو دوری که چرخیده. اما من یه ذره آقای روا خاکستری، نه که بخوام بگم سیاه سیاهی، برام نمیدونم، دارم دست به عصا بازی میکنم، خیلی توضیح دادین ولی تارگتتون سخت و سخت هم. خانم مهیا. حسین جان ببین، بازی جنگش قشنگه به شرط که درست باشه. خب اگر شهروندی که دنده عقب بگیر، چون اصلا بحث زورآزمایی نیست، من شهروندی هم که با فکت میدم بیرون آدم ها رو، برای من مهم نیست. شما پلیری نیستی که همون کاری که آرش جان میکنه شما همون کار رو بکنی، شما باید خیلی بهتر از این بازی بکنی. پس اگر اول شما حرف میزدی بعدیشون من میپذیرفتم ازت، ولی شما با مدل بازی جناب فرحتوشن نباید انجام بدی. این نکته.
پس اجماع شهر، کسی زور به کسی نمیکنه، شهر تصمیم میگیره اگر فکت مافیایی رود بشینه. اگه میخوای روبروی من وایسی، من خانم شریفی‌نیا رو به یک دلیلی در حال حاضر روش سوسان به دلیلی که پاشده میگه من سیف دکتر رو میخوام، اوشن با من بشیند. متشکرم فرزاد جان. پس این میتونه فکت شهروندی باشه. ممنونم. فردا ما تکلیفمون با خانم شریفی‌نیا روشن میشه. متشکرم. بفرمایید. نفر آخر. خب گرفتم. چالششون رو دادن. خیلی خوب. بچه ها یه اتفاقی وجود داره، از اینجا هی همه چی حرف زدیم، بعد هی یکی در میون آقای روا تارگتاتون با من، یعنی تو شب ما کوری که ما داشتیم تا الان برای من آقای محمد بودن، آقای قائدی بودن و آقای مهری که به من تارگت دادن و من تارگت بکشون کردم. این میخوام بگم اینجای بازی در حال حاضر نمیدونم، من فعلا الان مثل همه بچه ها نمیتونم الان بگم سفید دارم سفید ندارم، ولی یه اتفاقی داره میفته. خانوم شریفی‌نیا الان درخواست اوشن دادن، وقتی یه شب بگذره ایشون درخواست اوشن رو بپذیرن و اتفاق رقم بخوره، برای من شهروند ناگا کاملا مطمئن میشم. آقای مهری هم که این کارو کردم و آقای حالا فلاحت پیشه، منم به عنوان یک شهروندی که میدونم شما پلیر هستین، دوست دارم شهروند باشین و با شهروند بازی کنین و به شهروند کمک کنین، این از این. ولی توقع نداشتم اینجا در این لحظه یه همچین فکتی رو بخوام روی شما در نظر داشته باشم. همین. متشکرم. در پایان روز یکم همه دوستان در نوبت خودشون صحبت کردند. 12 نفر در بازی هستند، با 6 رأی وارد دفاع میشن دوستان. عبدالله روا 3 رأی، فرزاد فرزین 0 رأی، امید حاجیلی 1 رأی، محمد شعبانپور 2 رأی، خانم فاطمه مسعودی فر 2 رأی، خانم ملیکا 1 رأی، شهرام عزیز 2 رأی، سیاوش جان 1 رأی، آرش 0 رأی، با تأخیر رأی دادید، رأی شما محسوب نمیشه. حسین مهری 3 رأی، خانوم شیدا 0 رأی و خانوم محیا 1 رأی. هیچ کدوم از دوستان حائز آرای لازم برای رفتن به دفاعیه نشد، پس دفاعیه ای نداریم. بدون معطلی وارد شب شماره 1 میشیم. لطفاً ماسکا به صورت. با اعلام من 5 4 3 2 1 شب می شود. کل اعضای مافیا، صاحبان کارت‌های قرمز بیدار شن، ماسکا از رو چهره بردارید، فرصت چیدن استراتژی و پلن‌های شماست. شات به دست آکاپون رئیس مافیاست. بعد از مشورت لطفاً شلیک امشب رو به من اعلام کنید. لطفاً اعضای مافیا سریعتر شور و مشورتشون رو انجام بدن و آل کاپون شات امشب رو به من اعلام کنه. متوجه شدم. بمبگذار. آیا امشب در همین شب اول بازی بمبگذاری اتفاق میفته؟ شعبده باز. کیه که قرار بیدار بشه و با ضرب در من مواجه بشه؟ یک آه سرد بکشه و دوباره بخوابه. به من اعلام کن. متوجه شدم فرصت شور و مشورت نهایی برای اعضای مافیا فرصت طولانی نیست. از چشمان بازتون استفاده کنید.
متشکرم. اعضای مافیا بخوابن. دکتر شهر بیدار شه، نجات امشب رو به من اعلام کنه. میتونی رد فکر مافیا رو بزنی که احتمالاً امشب به کی شلیک کردن. تو میتونی اون آدم رو نجات بدی، به من اعلام کن. متوجه شدم. دکتر بخوابه. ماسک به چهره، کارگاه بیدار شه. استعلامشو از من بگیره. متشکرم. کارگاه بخوابه. حرفه‌ای. دو تیر جنگی داری. تو تک تیر اندازی. تو ارتش یک نفره ای در مقابل مافیا. تو نیازی به اجماع شهروندی نداری. آیا مافیای نسبتاً قطعی رو شناسایی کردی؟ اگر کردی به من اعلام کن و میتونی بهش شلیک کنی. حرفه‌ای بخوابه. تفنگدار. سه تا تفنگ داری. دو تفنگ مشقی و یک تفنگ با تیر جنگی. آیا مایلی امشب تفنگت رو به کسی اهدا کنی که فردا هر لحظه‌ای که اراده کرد بتونه ازش استفاده کنه؟ و آیا می‌خوای تیر مشقی بهش بدی یا جنگی؟ بخواب تفنگدار. شب فرده، شب اول بازیه، با زودیاک کاری نداری. اوشن بیدار شه. آیا به شهروند نسبتاً قطعی در این شهر رسیدی؟ آیا میخوای یک اجماع زیر پوستی شهر تشکیل بدی و اجماع شهروندان آگاه رو در مقابل مافیای آگاه ایجاد کنی؟ دوستان، نفری یک دست جلو. دستی که اشاره میکنم امشب با اوشن بیدار میشه. اجتماع زیر پوستی شهر کلید خورده. به دستی که اشاره میکنم امشب با اوشن بیدار میشه. به دستی که اشاره میکنم امشب با اوشن بیدار میشه. دوستان دستا رو جمع کنید. کل یاران اوشن بیدار شن. فرصت شور و مشورت برای شهروندان، برای یاران اوشن. مطلقاً راجع به نقشاتون صحبت نکنید، فقط مشورت کنید. سیاه یا سفید؟ فرصت طولانی نیست. متشکرم. یاران اوشن بخوابن. باز هم نفری یک دست جلو. تکلیف اسلحه در روز بعد رو مشخص میکنم. دستی که لمس میشه فردا صاحب اسلحه خواهد بود. دستی که لمس میشه فردا صاحب اسلحه خواهد بود. صاحب اسلحه خواهد بود. دوستان همه دستا رو جمع کنن. صاحب اسلحه با لایک به من تایید بده که متوجه شده که اسلحه داره. خب، با اعلام من 5 4 3 2 1 روز می شود. نفس بکشید، لذت ببرید، لذت ببرید از اینکه ماسک جلوی چهرهتون نیست. لذت ببرید، نوشیدنی بخورید، هی دی بخورید، وان دی بخورید. شب معمولا آدم ها آرامش دارن، ولی شما خودتون انتخاب کردین شبا شیطونی میکنید. کت سفید شما امی جان منو یاد یه خاطره میندازه که حتما باید بعدن راجبش مفصل با هم حرف بزنیم. ممنون میشم جلو دوری. حتما باید بعدن راجبش مفصل صحبت کنیم.
عجیبم منو یادم خاطره میندازه. چقدر نامردن. خیلی جوونیاتون نه؟ خیلی خیلی جوونی. آره یاد جوونیام خاطره به شدت جذابی هم بوده. بله. گفتم یه خورده نفس بکشید فعلا. خب بریم سراغ گزارش وقایع شب اول بازی. خداحافظی میکنیم با نخیر دو نفر. خداحافظی میکنیم با دو نفر. خدا نگهد. خیلی خوب یه خود فکر کنید فعلا. لذت ببرید. لذت ببرید. لذت ببرید. لذت ببرید از اینکه قراره ببینید. لذت ببرید تا من علال حساب این دسته گل ترحیم رو آماده کنم. خب من رو نزنه اشتباه کرد. این کت تو اگه لطف کنی بعداً آره من داشته باشم متشکرم. برای امید آجیلی دست بزنید لطفاً. به اتاق مردگان، به دنیای مردگان ما تشریف ببرید. اونجا کماکان با شما هستیم و بازی برای شما ادامه داره. نامردا همون اول چه کاری آخه؟ اما یه گل دیگه کماکان دستمه. نه نه دروغ دارین میگین. آقا یه گرده من درستش نه اذیت داری میکنی. من با شما شوخی دارم خانم. شوخی دارم من با شما که دروغ میگم. شوخی داشته. این همه لباس خوشگل پوشیدم پاپیون زدم که با شما شوخی کنم. اصلا شوخی ندارم. اصلا شوخی تو این بازی روانی. ای وای آقای روا. دست برای عبدالله روا. متشکرم. عبدالله جان به اتاق مردگان لطفا. شما در طول بازی دو بار فرصت استعلام دارید که با رأی اکثریت تمامی دوستانی که در بازی هستند من بهتون استعلام تا اینجای بازی رو میگم. آیا مایلید که از اولین فرصت استعلامتون استفاده کنید؟ یک، دو، سه، چهار، پنج، شش رأی. بله رأی آورد. خب در اتاق مردگان دو نفر رو داریم که هر دوشون با هم همشهری هستند. دو نفر از اهالی شهر به اتاق مردگان رفتند به سرزمین هادوس. سه نفر از اعضای مافیا و زودیاک کماکان در این شهر زیبای مادر سیسیل به حیاتشون ادامه میدن. سر صحبت محمد شعبانپور عزیز در جهت عقربه‌های ساعت میچرخه. طبیعتاً فرزاد فرزین نفر آخر خواهد بود. محمد با شماییم. چالش دوستان آقای فلات پیشه بفرد. دوستان یه چیزی خیلی مشخصه. شب اول یه شات که مافیا زده، یه اوشن هم یه دوستی خیلی اصرار داشت اوشن منو بیدار کن و اوشن هم مطمئنه چون حرفه‌ای شب اول نمیاد. یه همچین شما همین الان برگشتید گفتید استعلام چرا دوتاشون شهرن، بعد خودت اولین نفر دستتو بردی بالا برای اینکه استعلام بگیری. به شدت به ایشون من مشکوک شدم. همین آقای فلاتیشه ما باید در شب یک استعلام بگیریم که ساید ایشون مشخص بشه. خانم شریفینیا اینجای بازی چالش میگیری و اینجوری هم میزنی در مصرف برق صرفه جویی کن آقای فلاتیشه عزیزم. آره این یه نکته. نکته بعد شما که تو رای گیری کلن این دستتو بسته بودی به سخت، به همه داشتی رای میدادی، به همه داشتی رأی میدادی که حسین مهری برگشت نگات کرد اصلا گفت چی کار داره میکنه این، به همه داره رأی میده.
از 11 نفر به 9 نفر رأی دادی شما. شما به شدت مشکوک بازی هستی های فلت میشه. دوستان چالش؟ آها بفرمید. من چالشم گرفتم از شما اینو بپرسم. اگر آقای فلاحت پیش چالش نمیگرفت شما چه حرفی داشتی برای گفتن؟ من الان به همه مشکوکم. به خاطر اینکه تو روز اول 2 نفر رفتن بیرون و ساید شهر بودن. من بعید میدونم حرفه‌ای مدعی شه و پاشه روز اول بزنه. این حرف حرف منطقیه. آیا کسی اوشن بیدار شد؟ برای اینکه گاد دروغ نمیگه به ما گفت دستا جلو. خب دوستان من میخوام به 2 نکته، یعنی به 2 اتفاق اشاره کنم. یکی رأی‌گیری دیروز و یکی استعلامی که امروز خواستیم بگیریم. توی کلن دیروز بحثا بیشتر روی آقای روا و آقای مهری بود دیگه، درسته؟ توی رأی‌گیری چه کسانی هم به آقای روا هم به آقای مهری رأی دادن و اصرار داشتن که بیان بالا و اصرار برای خروجشون داشتن کیا بودن؟ آقای محمد بود، آقای آرش بود و در نهایت آقای قائدی بود که به آقای روا رأی دادن. آقای روا رو گفتم اولش. بله. چه اتفاقی میفته؟ این یعنی مافیا داره از یکی که اسمش هی داره تکرار میشه توی شهر داره کره میگیره. آقای محمد الان خیلی برای من سیاه شدی. یعنی به اینا که داشتم فکر میکردم نه سر همین یه دونه رأی گیری. و دوم دوستان عزیز، وقتی اصرار دارین استعلام اولو بسوزونین، مگه احتمال سومی هم وجود داره؟ خب یا اوشن بوده یا حرفه‌ای بوده یا مافیا زده دیگه. آخه شب یک هم هست، خب زودیاک هم که نداریم. نه خب ما میدونستیم این 2 نفر شهروندن، برای چی استعلام گرفتیم؟ متشکرم. نفر بعد اینو به من توضیح. خب کسی بله بعد از من لطفا. بچه ها وقتی میگم حرفه‌ای شب اول نزنه، یعنی نزنه دیگه. آقای روا یا آقای حاجیلی که یکیتون حرفه‌ای بودین چرا زدین؟ بذارین داریم پیدا میکنیم مافیا رو. حرفه‌ایمون رو ما از دست دادیم. ما استعلام و عشق من به خاطر این گرفتیم که 1% شاید حرفه‌ای درست زده باشه که من سفید شم، ولی با نکته‌ای که خانم بهش اشاره کردن شهیدای عزیزم، خدا رو شکر این اتفاق افتاد. یعنی به نکته درستی اشاره کرد. آقای مهری همچنان تارگت سفت و ساختمانی. منتظر میشم حرفاتو بشنوم، ولی تارگت سفت و ساختمانی. شما پلیری هستی که من همه بازیاتو دنبال کردم، من شناخت کامل از بازی شما دارم. شما بازی منو شاید چند دست با من بازی کرده باشی، من روی بازی شما بیشتر شناخت دارم. شما نمیتونی گوش ندی، شما نمیتونی فکت شهر رو نپذیری، بدون فکت صحبت کنی، به 5 نفر تارگت بزنی وقتی کلا 4 تا سیاه توی شهره. حالا به خدمت زودیاک هم باید برسی، اما الان وضعیت شهر خطریه. 2 شهر دادیم بیرون. حتما امروز باید به نظر من 1 یا 2 مافیا برن بیرون از این بازی. و میشنوم. بفرمایید. خب دوستان ببینید، من به یه فکت هنوز قاعدتا باید ملیکا مافیای بازی باشه، ولی یه فکت نمیشینه. من چون خودم این کارو میکنم. اصولا وقتی شهروندی هم که به درد میخورم، سیو اوشن رو میخوام، سیو دکتر رو میخوام و اینقدر ساده خودم رو شو نمی کنم که بعد پاشن اوشن پاشه بره بیرون بعد منو بگن خب حالا شما برو بیرون. نه نمیشینه اینجای بازی همچین اشتباه فاحشی از یه مافیا. ایشونو من الان مافیا ندارم. اینقدر شدید روی حسینی، من الان گفتم جنگ نمی کنم، بعد حرفشو بشنوم. نمیدونم الان 2 شهروند رفتن بیرون، به نظر من حرفه‌ای همکاری نکرده. آگاهی تو رو نمیفهمم کجاست، ولی به نظر من همکاری نکرده. به نظرم به نفع زودیاکه که امشب مافیا رو بزنه. متشکرم. حالا خود داند. مرسی فرزاد. من منتظر بودم تو به جای آرش چالش بگیری و سریع تکلیف مشخص بکنی. این لایک های نصف و نیمه و بلند و با تردید و اینا یه ذره اذیت میکنه منو. محمد، خانم فاطمه، معلومه که دی رای میدن. من خودم رای اول رو با آدمای مشکوک میدم که بیان دفاع کنن. رای دومو نمیدم. من باورتون نمیشه حالا اگه میرسید به اونجا به هیچ کدومشون رای نمیدادم، ولی میخواستم حرفاشونو بشنون. الان مشکوک شما این برای من. سیاوش عزیزم تقریبا ببین الان دیگه باید یه چیزایی بگی.
الان دیگه نباید بگی نوبت من میرسه و فلان اینا. یه چالش بد سوزوندی و یه چیز عجیب. حسین جان با عرض معذرت، هنوز نمیدونم تو میخوای بگی الان حتما نوبت من نشده، ولی نمیدونم، چالش هم میشود گرفت و حالا که سفت و سخت و سه نفر رو آدمن، سریعتر تکلیف مشخص بکنی. جسارتن محمد عزیز، فاطمه خانوم، حسین شما هم لطفا تکلیف مشخص کنید. بچه چالش کسی میخواد؟ بفهم. آقای قائدی من شما رو دیدین آخر سر نگاتون کردم یادم افتاد که اصلا تو رای گیری بودیم. اصلا شما رو نگفتم، گفتم دو نفری که خیلی داشتیم راجبشون حرف میزدیم که طبیعتاً روز اول وقتی دو نفر خیلی بولد میشن شهرن، خب تهش هم که میرن بیرون معلوم میشه شهرن. دارم میگم وقتی این دو نفر رو سه نفری که توی تیم قرار دارن رای میدن به اون آدمه، برای من مشکوک میشن. بعد میان ایش آقای فلات پیشه صحبت میکنه، همون لحظه آقای شعبانپور بلند میشه، یه جنگ، یعنی جنگی که به نظر من جنگ زرگری بوده که فقط صرفا من و تو توی ساید نیستیم، ولی حسی که من از این دو عزیز میگیرم اینه که توی سایدن و یه جوری دارن تظاهر میکنن که انگار توی ساید نیستن. منظور منم شما نبود. خب من قبل از اینکه حرف خودم بزنم یه چیزی به شما بگم. ما میدونیم که حرفه‌ای اصولاً شب اول نباید بزنن دیگه، درسته؟ ولی خانم شریفی نیام اینقدر دیگه مبتلی نیست به قول فرزاد که بگه که منو بیدار کنید بعد بره بمیره. بعد خب معلومه سیاه میشه، این اولین بارش نیستش که بازی میکنه. حسین بازی تو، من روز اول که تو رو دیدم گفتم وای حسین هست، حسین میتره کنه. اصلا بعید از تو، مگه میشه تو اینجوری یهو بیای هیچی هم نگی چالش؟ من بازی تو رو دیدم بارها، تو چالش میگیری میای جنگ میکنی دعوا میکنی نمیکنی. من همچنان رو تو هستم و من همچنان رو تو هستم، چون حالا یه چیز خیلی مسخره‌ای ممکنه باشه ولی تو رو روا خیلی بودی دیگه، ولی حالا اینو خاکستری برام. ولی من چون بازیکن خیلی حرفه‌ای نیستم، سعی میکنم با حرفه‌ای بازی کنم. حرفه‌ایم رسیدی به من زنگ بزن. آقای محمد من منطقی ترین حرف رو زدم، اصلا نمیتونم بپذیرم که حرفه‌ای شب اول بخواد استفاده کرده باشه. من حرف منطقی منو شما بولم شی اینجوری جواب میدی؟ بعد خانم شریفی نیا من این همه طرف شما گرفتم، بعد اصلا هیچ کاری با من نداشتید. الان خانم فاطمه خودش یکی از کسایی بودش که با آقای روا تارگت داشت، بعد مگه تو روز ما آقای روا رو دادیم بیرون که شما استناد میکنید به این که کسانی که دستشون رو بلند کردن تو شب رفته بیرون؟ شما یکی از کسایی بودی که به خود ایشون تارگت داشتی و دارید قشنگ اینجا یه هم میزنید. من الان حسین جان شما هم واقعا الان این کم حرفیتون و بلاتک، و شما خانم محیا اصلا نیستی تو بازی، خانم فاطمه کماکان روی شما، و محمد با این کاری که کردی اگه شهری داری خیلی بد بازی میکنی، داری گمراه میکنی. متشکرم. بعد از من چه جالب، ما دو تا شهر میره بیرون و شهری که من پا میشم میگم که خب اینا دارن میریزن رو من، دیدن چیز شد الان دارن میریزن روی عبدالله روا. بعد کیا پهلوی عبدالله روا رو سوراخ کرده بودن. بعد شما پا میشین جایی که دیگه کاملا مشخص میشه که من سفید بازیم، شما پا میشین میگین خانم شریفینیا به این علت که گفتن که منو بیدار کنه اون شه اینقدر تقلا، خب این تقلا معلومه برای اینکه میخواد تلاش کنه خودشو سفید کنه. خب شما برمیگردی میگی که چیز، ایشون پا میشه پهلوی شما رو سوراخ میکنه، شما هیچی بهش نمیگین. آقای قائدی شما بلند میشین براتون محمد من و خانم فاطمه مشکوکن، کسایی که عبدالله روا رو دادن بیرون براتون مشکوک نیستن. دمتون گرم، یه لطفی کنین شهرهای بازی، شما دوتا هم اگه شهرین خیلی ساکتین، یه محبتی کنین رای بدین به من حتما امشب، اجماع کنین. دمتون گرم، حتما شهر حتما اجماع کنه رو من، حتما. بچه ها اجماع نکنین بفرمایید، از دست تک تکتون دلخور میشم، اجماع کنین چون واقعا دلم میخواد تو این شهر باشه. آقای مهری عزیز
یه نکته به شما بگم. اولا کسی آقای روا رو نداده بیرون. قطعا بین آقای حاجیلی که پلیر بسیار خوبی هستن، من بیشتر رو بازیشون مسلطم، نمیدونم آقای روا هم حتما پلیر خوبی هستن، ولی آقای حاجیلی این ریسک رو شب اول نمیکنن. من فکر میکنم آقای روا حرفه‌ای بوده. در نتیجه به کسانی که بهش تارگت زدن اتفاقا الان بیشتر اعتماد میکنم، چون برام اونها سفید میشن، چون اون اومده به یکی از اونها زده که اونها اشتباه رفته بیرون. پس اون آدم ها، شما اصلا، من درباره شما 50 دفعه آقا حرف زدم، اینکه شما گوش نمیدین مسئله من نیست آقای آرش عزیز. مسئله که الان اتفاق میفته اینه که آقای زمان چالش رو در نظر بله اجازه بدین. من اصلا کاری ندارم، شما گره بازی هستی، باید تکلیف ما باهاتون روشن بشه، به رأی گیری هم نمیرسه. آقای گرداننده عکس گان من تایید میشه؟ بله تایید. مشقینم. شلیک به سمت آقای حسین مهری اتفاق افتاد. لطفا تشویقشون کنی. کماکان در بازی با ما میمونن. خیلی عجیبه که این کت سفید شما باز منو یاد همون خاطره میندازه. عجیبه. تو امید برای من الان یه خاطرات عجیبی رو زنده میکنید. منم کماکان لذت میبرم از دارم نزدیک میشم به خاطره شما. دارم آقای آرش جان لطفاً در مسائل گردانندگی وارد نشید. بله متشکرم. خانم شیدا با شماییم، بفرمایید. بله بچه ها، من خیلی گیج و ناراحتم و هرچی فکر میکنم به حرفایی که داره زده میشه به یک نقطه نظر مشترک با هیچ کسی نمیرسم. الان فاطمه تارگتش آقای محمده، شما آقای قائدی تارگتت هم فاطمه است هم آقای محمد، درسته؟ تارگتت محمد شما دیگه، یعنی شما هم نقطه مشترک دارین هم نقطه شما خانم فاطمه. بچه ها بذارین اگر شهرین من اون چیزایی که برداشت کردم و بگم به یه جمع‌بندی برسیم، چون آخر دسته تقریبا. ملیکا و فاطمه به همدیگه دیسلایک میدین، حس فیلینگ مافیایی از همدیگه میگیرین، ولی روی حسین مهری نقطه مشترک دارین. بعد ملیکا آقای محمد رو میگه سفید، شما میگی سیاهی. من اصلا واقعا به عنوان یک شهر متوجه نمیشم. بعد من نشنیدم اوشن بلنش ادعا کنه که یه چیزی به ما بگه، میدونم نمیتونه، ولی هزار تا دیالوگ هستش که میتونه اوشن بگه، میتونه کلی حرف بزنه. ببین ملیکا، تو بلند میشی میگی که تعیین میکنی برای شهر که حرفه ای شاد نکنه، اوشن با من بیدار شه، همه لایک میدن. بعد میگی که راجب استعلام، استعلام میسوزه. بعد میگی که اولش میگی نگیریم، بعد میگی بگیریم، خواستم ببینم حرفه ای. خب این یه پارادوکسه، حرفه ای بازی آیا اشتباه زده؟ شما هم گفتی بله ممکنه حرفه‌ای زده باشه و درست باشه یکیشون سیاه باشن، اما ما در روز اول گفتیم نزنه. و محمد فکت مافیایی رو تحصیل خاکستری نباشی. بعد از حرفت فقط راجب چالش ایشون حرف زدی. بفرمایید. متشکرم. بیشتر از زمانتون لطفاً صحبت نکنید. ببین دوستان، من یه چیزی رو قطعی در مورد یه چیزی لایک نمیدم، در رابطه با بخشی لایک میدم. من به اون بخش صحبت‌های محمد که میگم سر ترنش بلند شد و فقط در مورد یه چیزی حرف زد. خب پس من این شبهه به وجودم، تهش هم چی گفتم؟ گفتم حسین جان لطف، من اصلا به حسین رأی نمیدم تو اینجای بازی، اصلا به حسین، با اینکه همه جمع فکر میکنین که اینه، من میخوام فضای بیشتری به حسین بدم. تهش هم گفتم، تو حرفام معلوم بود، گفتم حسین جان مشخص نشده، انتظار داشتم چالش بگیری، نشینی نوبتت برسه. این معنیش این نیست که من تارگت سفت و سخت کردم. شهرام جان بفرمایید. یه اتفاقی که وجود داره، خب ما خواستیم که دقیقا حرف شیداه، اما شیدا تو میگی من اولش میگی که من هیچی نمیفهمم، بعد این همه فکت میاری. خب یه ذره منو اینجا یه کم مشکوک میکنه عزیزم، صبر کن. و یه اتفاق دیگه وجود داره، الان ما دوتا شهر دادیم بیرون،
یه چیزی که اتفاق وجود داره، یه سناریوئه که ایشون درخواست اوشن کردن خانم ملیکا، یا ایشون رو بلند نکرده اشتباهی یه نفر رو بلند کرده رفته بیرون، یا اینکه ایشون رو بلند کرده. تمام. یعنی اینجای بازی ما باید به عنوان شهروند اینو بفهمیم. یه اتفاق میفته، ایشون اکت گان میان. درسته؟ یعنی درباره اینم باید الان ما یه نظری داشته باشیم دیگه. اکت گان، اگر ایشون سیاه میبودن میرفتن بیرون یا شهروند میبودن میرفتن بیرون، باز الان ما الان باید چه اتفاقی رقم بزنیم؟ و یه چیزی آقای آرش، من اصلا نمیخواستم واقعا تو بازی بیام سمت شما. متشکرم. واقعا دارین همین کار رو سر تمرین میکنین، به همه تارگت میزنین، دستتون تا اینجا میره تو میره بالا. متشکرم. و شما به عنوان شهروند باید دلسوز شهر باشین، همینطوری الکی ما نباید آدم بدیم بیرون. چالش بله بفهم. خانم دهقانی، چی شد یهو شما فقط راجب شیدا یوسفی صحبت کردین؟ عجیبه واقعا، همه رو داشتی برای خانم یوسفی توضیح میدادی و اصلا من اینو نفهمیدم. این همی که اینجای بازیش زدید شما، من اصلا متوجه نشدم. از اول بازی هم تو بازی نبودین. این کار شما به نظر من شک برانگیزه. حالا فعلا حواسم بهتون هست، ولی راجب حرفای دیگه هیچ حرفی نداشتین، همش راجب حرفای خانم یوسفی صحبت کردین و بعد یه تیکه‌ای هم به آرش فلاحت پیش انداخت. اگر که اوشن بیدار شده و یک نفر رو درست بیدار کرده، داده وارد بازی کنید. متشکرم. بفرم. خانم دهخانی، با ایشون توی بخش موافقم، ولی شما چرا راجع به این مسئله هیچی نمیگی؟ اگه من ازت حس زودیاکی میگیرم تو این بازی و اگه من میخوام اجماع کنم، تو رو میخوام بیارم تو دفاع. به خاطر اینکه چی؟ الان ایشون اصلا مافیا. راجع به این جنگی که اینجا پیش اومده و من با تیری که شما زدید اینجای بازی موافق نبودم، ولی حسین جان اینقدر ناراحتی نداره که؟ تو اگه شهروندی چرا نمیخوای تو این شهری که از نظر من، به اعتقاد من، همچنان فکت ایشون میشینه؟ من با ایشون بازی کردم، این منطقی وجود نداره. شما هم دارم تا الان میپذیرفتم. این شیکر تو لطفاً بذار کنار، چون وقت باشگاه تمومه. ایشون به نظرم مشکوک بازیه، ایشون به نظرم میخوره بهش، مستقل بازی که در حال هم زدن شهر و مافیاست. من حسینو الان اگه هفتیر داشتم نمیزدم، چون مطمئن نیستم ازش. و اینکه کی پاشه چی بگه، شاید نشود این کارو کرد. این چه حرفیه؟ این حرف مال پلیر حرفه‌ای باید باشه. ببین، ما اگه حرفه‌ای بازی میکنیم، اگر کسی عکس شبو بیاره تو بازی، محمد جان، که کیک میشه بازی بیرون، اون رو بعد من که فکر کنم تموم کارم امشب. ولی من اگر باشم، شما رو با احترام کامل احساس میکنم، مثل مستقلی میگیرم ازت. همچنان سیاوش برام زیاد مشکوک نیست، خانم شیدا هم تا اینجا بیشتر حس شهروندی میگیرم تا اینجای کار. متشکرم. شما بازی داره اذیت هم میکنه کم کم. خب در پایان روز دوم بازی، دوستان با 5 رأی وارد دفاع میشن. سر صحبت محمد بود، رأی گیری رو مجدداً از محمد شروع میکنم. محمد شعبانپور، 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 داخل دفاع. خانم فاطمه، 1 رأی. خانم ملیکا، 2 رأی. شهرام جان، 1 رأی. سیاوش عزیز، 0 رأی. آرش جان، 3 رأی. حسین عزیز، 2 رأی. خانم شیدا، 0 رأی. خانم محیا، 2 رأی. شما رأیتون رو دیر آوردید، شمرده نمیشه. آقای فرزاد، 1 رأی. تک دفاع، محمد با شماییم. دوستان الان من گره بازی بودم واقعا بین خانم شریفی نیا و آقای مهری که این جنگ اتفاق افتاد. من گره بازیم آقای فرزین، که آخر دست بلند میشی و منو میاری تو دفاع؟ اصلا نمیپذیرم. خواهش میکنم به من رأی ندید، یک شب دیگه بذارید بمونم. این اتفاق شما آقای فرزین اتفاقا شما رو بیشتر زودیاکی میکنه،
که جنگ اصلا بین خانم شریفینیا بود و بین آقای مهری، باید بین اینا سایت در بیاری نه من. خوب شیک کردی با اینکه وقت باشگاه هم تموم بود. شهر دستتو بکن تو جیبت، دستتو بکن تو جیبت، خواهش میکنم ازت، خواهش میکنم. اگر خاکستری هم منو داری دستتو امشب بکن تو جیبت. متشکرم. شما کماکان لطفاً بیستید محمد جان. بله. بعد از شمارش من لطفاً کسانی که معتقدن علارغم دفاعی که محمد از خودش کرد باید در این لحظه بازی رو ترک کنه، دستشون رو بالا بیارن و بالا نگه دارن که آرا رو بشماریم. یک، دو، سه. متشکرم. کماکان با ما میمونن، محمد جان کماکان با ما میمونن. به شب شماره دو بازی میریم با اعلام من. 5 4 3 2 1 شب میشود. ماسکا به چهره، ماسکا به صورت، مطلقاً روزنه نوری رو باز نگذارید. بازی در سلامت کامل انجام میشه. اولین شب زوج، اولین شبیه که با زودیاک کار خواهیم داشت. کل اعضای مافیا بیدار. فرصت شور و مشورت اولیه برای اعضای مافیا. شات به دست آلکاپون. ابتدا تکلیف شلیک رو مشخص کنید برای من. کمی فکر کنید، از فرصت چشمان بازتون استفاده کنید و شلیک امشب رو به من اعلام کنید. لطفاً شات رو به من اعلام کنید. امشب بمب گذاری داریم. آیا قرار فردا جلوی یکی از دوستان بمبی گذاشته شده باشه و این بمب هر لحظه امکان ترکیدنش باشه به من اعلام کنید. از بین 4 سیم، 3 سیم بمب رو منفجر میکنه و 1 سیم بمب رو خنثی میکنه. لطفاً سیمی که بمب رو خنثی میکنه رو به من اعلام کنید. آقا یا خانم بمب گذار. متوجه شدم. انتخاب شعبد باز. قرار توانایی چه کسی رو ازش بگیری؟ آقا یا خانم شعبد باز. متشکرم. فرصت شور و مشورت نهایی اعضای مافیا با هم. از چشمان بازتون علیه شهروندان ناآگاه استفاده کنید. اعضای مافیا بخوابن. ماسک ها به چهره. دکتر نجات امشب رو به من اعلام کن. فرصت شما طولانی نیست. شب کوتاهه. نجات امشب رو به من اعلام کنید. دکتر بخواب لطفاً. کاراگاه استعلام امشب رو از من بگیر. مظنونت امشب کیه؟ متشکرم. حرفه‌ای. آیا امشب مایلی از یکی از گلوله های جنگیت استفاده کنی به من اعلام کنی؟ مایلی؟ مایل به چپم. تفنگ دار. تفنگ جنگیمو برای اختیار شما قرار میدم. متوجه شدم. و زودیاک.
بریم سراغ زودیاک. زودیاک بیدار شه. زودیاک شهروند میکشی، مافیا میکشی. زودیاک بخوابه، اوشن به تنهایی بیدار شه. آیا امشب به اجتماع زیر پوست شهر یاری اضافه میکنید؟ دوستان نفر یک دست جلو، دستی که اشاره میکنم امشب با اوشن بیدار خواهد شد. همه دستا رو جمع کنن، کل یاران اوشن بیدار شن. فرصت شور و مشورت برای اجتماع زیر پوست شهر. از فرصت چشمان بازتون استفاده کنید. شهروندانی با چشمان باز، شهروندان آگاه، مفیدترین شهروند ها هستن برای هر جامعه ای. فرصت چشمان بازتون استفاده کنید. ماسکا به چهره با اعلام من. 5، 4، 3، 2، 1 روز می شود. شب نفسگیری بود، نفس بکشید. رفقا به نظرم از فرصت استفاده کنید، یک پیده یا واندهی بنوشید، انرژی بگیرید. آقا زجر کشمون نکنید. خب همینجاش هم کافی بودیم. آره من یه خیریه. به نظرتون چند تا کشته داشتیم؟ دوتا. یه دست برای فرزاد علی‌الحساب. جذاب بود. آره. نه 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 نه، شما فقط گفتین دو کشته، منم دست دادم. همین؟ بله. بله، فعلا بشین. فعلا بریم سراغ بوم. دو کشته رو همینجا نگه داریم. خب. ای نمیگه. میزه که خیلی جادار و خوبه. نه بیا کاش بوم باشه. ماسکتون رو یکم جابجا کنید. کاش نمرده باشه. یه ذره ماسکتون رو جابجا کنید. مرسی. خودم جلوی آقای مهدی مردم. آقا شهرام این لرزش چیه بر بدن شما برادر؟ شما با سابقه تر از این حرفایی. به نظرم جلوی مهدی. آرش جان خالی کن. قشنگ خالی. قشنگ 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 خالی کنید. قشنگ این ماسکر هم بردارید، قشنگ خالی کنید. بله خوب. این بام خدمت شما. از پیدهی و واندهی هم اسخای میکنم. از کنار بام برشون میدارم که یه وقت منفجر نشن. آرش جان با عشق تقدیم به شما. خب بریم سراغ پیشبینی جذابی که فرزاد عزیز داشت. دو کشته. خداحافظی میکنیم با جان سینای عزیزم، محمد شعبانپور. تشویقش کنید لطفا. فداکاری کردی. دمت گرم. دمت گرم. دمت گرم. به اتاق مردگان برید. دمت گرم. سیار پلیر خوبی هست. دوستان اونجا ازتون پذیرایی میکنن. بفرمایید. صبر کن، صبر کن، صبر کن محمد، صبر کن. تنهایی نرو، چون این فاصله از جهان زنده به جهان مرده یکم سخته. فرزادم با خودت ببر. فقط گیتار رو با خودت نبر فرزاد جان. متشکرم. دست برای فرزاد و محمد. متشکرم. هممون افتادیم تو بهشت. خب
4 نفر از بازی شما خارج شدن. استعلام میخواید؟ نه خیر. نه. بچه‌ها به هم مطلقاً به هم دیگه ادوایس و توصیه‌ای نداشته باشید. هر کس برای خودش مستقلاً فکر کنه و به من بگید. استعلام میخواید؟ رأی نمیاره. سر صحبت محمد بود. از خانم فاطمه میگذریم با خانم ملیکایی. بفرمایید. خب الحمدلله آقای محمد که من میتونم اطلاق به مرده کنم. اطلاق به مرده آزاده؟ بله. ایشون دکتر شهر بودم. شما صد مافیای منی آقای مهری، صد مافیای منی. نه شما فقط این که داری با ایشون در میفتی من نمیدونم. بازیتون خیلی بلد نیست. بمب و جل خودش میتونه مافیا بذاره اینجوری که ما رو نمیتونه سیاه کنین. که کاری ندارم. حالا نبات عزیز شهرم کاری بهشون فعلا ندارم. سیاوش ازش بر میاد. من این دو نفر قطعا شهر بودن. فرزاد شد سهر بنده رفته بیرون. پس ما زودیاک داریم تو بازی و 3 تا مافیا داریم. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. من بالای 70 درصد شهروند میبازه. زودیاک هم به نظرم خیلی اشتباه کرد تو شهروند زد. یعنی یه اشتباه کنیم شهری که انقدر خوب داره بازی میکنه فقط یه داره بدشانسی میاره از بین میره. خواهش میکنم با من بازی کنید. با من بازی کن شیدا. سیاوش اگر شهری با من بازی کن. زودیاک بین شما نشه. شما که اینجوری یکی به نل میزنی یکی به میخ میتونی زودیاک بازی باشی. ایشون و ایشون از نظر من مافیا. یه مافیا قطع دیگه دارم، کاری الان باهاش ندارم چون مافیا قطعم اونجاست، باید بره بیرون. اگه اجماع کردین استعلام خوندیم ایشون مافیا نبود، بنده اینجا سینه خیز میرم تو اتاق مرده ها. آقای مهری کی؟ الان بعد 3 دست میپرسی کی؟ سیاوش؟ مگه میشه؟ تو زودیاک شهری اصلا مگه میشه 3 دست من دارم درباره کی صحبت میکنم؟ جمع‌بندی بفرمایید. تمام مرسی. متشکرم. با احترام و مهربون. دیدی گلگاف زبون من رو بیاشونی عجیب. بله بگم. بچه ها خواهش میکنم منو تو ساید مافیا قرار ندید. دلیل اصلی که من به محمد رأی دادم این بود که من از دفاعیش هیچ برداشت و هیچ استدلالی نگرفتم. خب به من ملیکا جون شما از کجا فهمیدیشون دکتره؟ آقای محمد بلند شد گفت بچه ها یه لحظه خب به من کمک کنیم بفهمم دیگه، اینو دارم بهتون میگم. گفت این ور یه جنگی بین حسین و ملیکا را افتاده، چرا الان به من رأی دادیم؟ تصحیح نکنید دوستان، مطلقاً جملات همدیگر رو تصحیح نکنید. که اینو که من شنیدم گوشام بسته شد و این جمله رو 3 بار پشت سر هم تکرار کرد. و خب هر کسی که ببخشید هر کسی که تو دفاع میره قطعاً بلند میشه میگه بچه‌ها من خیلی مهمم، منو نگه دارید، منو فلان کن، به من توضیح بدید. زمان چالش رو در نظر داشته باشید. بفرمایید. الان خانم فاطمه خودت هم همین کارو کردی، یعنی با خواهش میکنم شروع کردی. خواهش میکنم منو توی گروه مافیا قرار ندین. دوبارم تکرارش کردی. جنگ بین محمد و خانم دهقانی رو من فراموش نمیکنم. شما تارگتت من بودم و ایشون. اما توضیح کامل به ما بدی که این چیزی. خانم شریف‌نیا خیلی ازتون ممنونم. من فقط خواهش میکنم. ببین اون دفعه هم گفتم من روی یه بخشی از یه جمله لایک میدم، روی یه بخشش دیسلایک میدم. الان این یعنی معنیش این نیست که هم فاطمه رو سفید دارم هم سیاه، ولی این بخش صحبت‌های خانم فاطمه رو من هم متوجه نمیشم. ببین شما الان به قطع میگی که این دکتر بوده فلان. بله شما پلیر خوبی هستی، باید واضح‌تر بگی. یعنی من هنوز به این قطعیت نرسیدم ولی بهتون اعتماد میکنم. ولی فراموش هم نمیکنم که جملات آخره آقای فرزین با خود شما یه ذره رو اونم جسارتن مشکوک هستم. این که مافیا بمبو گذاشته جلوش تو اینجای بازی به نظرم خیلی بیشتر میشینه. ممنونم. خیلی بیشتر میشینه. روی محیا همچنان هستم، هم گیر سپیچی که به متشکرم شهران خانم شیدا داد، هم اتفاقی که برای محمد افتاد. اسخایی میکنم جمله آخر بود چالش. خب من اولا چون گفته بودم با تو بازی میکنم میخوام اینو بگم که حواسم اون ور بود، داشتم فکر میکنم چون گفته بودی بمب و مافیا خودشون، برای همین سوال کردم. حالا مهم نیستش
چی میگی اصلا؟ خانم فاطمه اصلا چی میگی؟ هی از اول بازی میگی تو رو خودمون تصحیح کنید. تو رو خودمون تصحیح کنید. چقدر تصحیحت کنیم؟ انقدر خط کشیم میگه چقدر تصحیحت کنیم؟ خیلی تابلوئی. آقا پشت دست ملیکا به نظرم الان یه ذره بازی بکنیم. اگه حسین گیر است میریم حسین چرا استلام بگیریم؟ آقا به من بگو چرا اصلا معلومه شب زودیاک بوده. شب زودیاک بوده بعد چند نفر چجوری تو میخوای استلاممو میخوای بسوزونی؟ اینقدر تابلو شب زودیاک بوده. من میگم آقا پشت دست ملیکا بازی کنیم میریم استلام میگیریم استلامو نرکی نسوزونیم فعلا همش نزنیم میری اینور میری اونور. شرام جان نه اینکه شما الان من رو شما خاکستریم یا هر چیزی میگم همش نزن رو یکی اجماع بکنیم شهر تیکه و پاره است. فرزاد به نظر من 70-80% شهر بود. 100 شهر بود اصلا. دیگه فرزادم رفت. اگه پلیر خوب داریم ملیکاس مونده با حسین که حسین داره میزنه به نظر من توی در دیوار. من با ملیکا فعلا بازی میشه. شما مطمئنی دو تا عزیزی که رفتن شهر بودن؟ الان 3 تا مافیا اینجاست. سیاوشون شما که پشت دست ایشون بازی میکنید هم همینو مطمئنی؟ دو تا شهر بودن؟ یعنی زودیاک مافیا نزده یا مثلا زودیاک محافظ زده محافظ رفته خودش رفته بیرون بعدم برای چی استلام نگیریم از کجا معلوم؟ بعد شما اونجا که میگی آقا استلام نگیرید بعد خودت دست میاری بالا اینجا الان خودت باز نمیدونی چندی با خودت. شهرام جان شما برای من خیلی مستقل داری بازی میکنی. نباته رو شنیدی دیگه گل و بلبل اصلا محافظ بلند نشه من خودم یه کارش میکنم تهش هم میرم بیرون ولی بعدن میگم. آقای مهره میتونم بعد از شما صحبت کنم؟ بله اگه میل دارین چالش بدین به من. بفهم بعد از شما میتونم صحبت کنم؟ بله گفتم بله آره من. بچه ها هنوز هم گرتون منم؟ دمتون گرم. من پاشدم اوتر نه ولی که اصلا شب نشده 5 فیلینگی زدم که برام مشکوک بودن گفتم از اینا در میادش یعنی خانم شریفینی واقعا اگر 1% شهر باشین 1% شهر باشین شهر رو نابود کردی. آره چون جوری بازی کردین خود من چیکار کردین خانم شریفینی. بله بار آخری که تذکر میدم لطفاً مطلقاً صحبت های همگی رو تصحیح نکنید. من هم از اینکه شهرام همسو داره میشه با خانم شریفینیا برام مشکوکه برای من 1% فقط جای خطا برای شما گذاشتم به خاطر ایشونه. جنبندی بفرمایید. چون خود من تارگتم ایشون شدش خب 1% فقط خطا گذاشتم ایشالله که شهر نباشه. متشکرم. آقای مهری عزیز 5 تارگت زدین نصفشون شهر بودن دیگه الان چیکار کردیم برایش؟ من تارگتم شما بودی بیرون نرفتی. من کارمو برای این شهر کردم تارگتامو دارم ایشون تارگتم تو بازی نشسته. این از مشکل من نیست. 1 آقا که چند بار میگین شما استعلام نمیخواستی استعلام خواستی. من استعلام خواستم به دلیل اینه که شبی که من میگم اوشن منو بیدار کنه و میگم حرفه ای شاد نداشته باشه حرفه ای به هیچ عنوان نباید شاد داشته باشه و من فکر میکنم آقای روا اشتباه کردن فکر کردن مطمئن نن رو کسی ممنونم. شاد کردن بعد از من شما بگیم دقیقاً این فکتی که آوردش ملیکا به شدت درسته. شما اگر یک شهر باشین اینجای بازی اینجا معنی میده دلت باید بسوزه نباید استعلام بگیری استعلامو واقعا باید بذاری برای آخراش که همه گیج میزنن ما دو تا استعلام بیشتر نداریم. این غلطه نه من نمیپذیرم به خاطر اینکه من خودم کسی بودم که دور اول گفتم چرا استعلام میگیریم ولی به جمع احترام گذاشتم استعلام خواستم پس توضیح داد گفتم تو ذهنم دو تا چهار تا کردم ممکنه که درست باشه. الان تارگت من شمایی و شما چرا یوهوی من احساس میکنم بچه دارم شهروندی بازی میکنم دارم کشف و شهود میکنم سر دست این همه حرف زدن یوهو فقط با من شروع کردی دست روز گذشته صحبت کردی اینو من متوجه نیستم بهم توضیح بده. اما من آقای سیاوش به شما اعتماد میکنم که به ایشون اعتماد کردی شما هم به من اعتماد کنین حالا فعلا بریم. بعد شما 1% سیاه میذاری برای ملیکا به خاطر اینکه 1% به خاطر اینکه هر چی دادیم شهر بوده شاید آقای چیز که رفته زودیاک باشه دیشب 2 چیز داشتیم. من چون
این دومین باره که دو تا عزیز سر یه میز در مورد حضور من صحبت میکنن. الان اینجا چالش گرفتم این جواب بدم. آرش جان واقعا خودت نمیدونی داری چیکار میکنی، ما از دست تو چیکار کنی؟ از ابتدای بازی سردرگمی، تو همین الانی که در مورد محافظ خواستنت هم سردرگمی. یعنی من اصلا ناراحت نیستم که اگر تو شهری بوم جلو توی که به نظرم نیست. این در مورد شما که میگی که من نمیدونم داری چی کار میکنی، واقعا بازیت برام در نمیاد، نخواهد آمد، 20 دست دیگه هم بازی کنی. این یه ذره در مورد شما. حسین جان ایشون که هنوز برای من سفید نشده، اصلا روند بازیشم برای من هنوز خیلی مشکوکه و بنده جنبندی بفرمایید. اسم منو میاری که حمایت میکنی من کیس؟ من آخرین دیالوگم در مورد ایشون گفتم با این که فرزاد گفت من گذاشتم دقیقه آخر تکلیفم سر دو فکتر، هنوز تکلیفم با خانم شرفنیا مشخص نیست. تو ابتدا اسم منو میاری، بعدم من اصلا سمت تو نیومده بودم، من تو رو داشتم سفید میکردم. تایم چالش بود. بعد تو دوباره همین الانم هم داری بهشون خیلی داری مشکوک. متشکرم. من فقط میخوام خواهش کنم، بله من یه اشتباهی کردم، دست اول اوشن رو احساس میکردم که اشتباه و اینجا حرف شما درست بود و حرفه‌ای چقدر کار غلطی انجام داده، ولی شب گذشته هم دستا اومد جلو و اوشن یک یار دیگری انتخاب کرد. الان سه تا ما داریم که شهروندن، چرا هیچ نشون نمیدن؟ چرا هیچ کاری نمیکنن؟ این قضیه خیلی مشکوکه دیگه. اول از اینکه بچه‌ها، خانم شیدا، نمیخوام مستقیم به خودت توضیح بدم، میخوام به شهروند توضیح بدم. وقتی شما داشتین اول حرفتون اینین، این دیالوگ خودتون رو میگم، شما برگشتین گفتین من از بازی چیزی نمیدونم، گیجم، بعد شروع کردین به فکت آوردن. گفتم برای من ناآگاه یه ذره مشکوک میشه، چون وقتی شما ببینین مافیاست که آگاه بازیه، میتونه خیلی داده اول بازی وارد کنه، این فکت مافیاییه برای ذهنیت من. وقتی این حرف رو زدید برای من خاکستری شدید. خب ولی الان در حال حاضر من میخوام پشت دست شهرم بازی کنم، وضعیت شهرم خطرناکه، این اینجای ماجرا. آقای محمد بلند شد آخرین نفر اومد گفت خانم مهیا شما حرف می نزدید، مشکوک بازین، من اگر مافیا بودم انقدر نوب بازی نمی کنم ایشونو بدم بیرون. تمام، دیگه حرفی ندارم بزنم. فرمایید. نفر آخر خانم مسعودی. چالش؟ آقای فلاحت پیشه، از خواب که بیدار شدیم من دقیقا تو ذهنم اینجوری بود که یعنی شکم روی شماست. خب کلا گفتم که اگر آقای فلاحت پیشه مافیا باشه و بمب‌گذاری شده باشه، قطعاً بمب جلوی خودش میذاره و موقعی که بلند میشه حرف بزنه یه حال اینجوری داره که نه حالا محافظ بلند نشه، من خودم از پسش برمیام، اشکال نداره، دوستان نگران نباشید. آقای فلاحت پیشه دیگه یه سری چیزا واقعاً واضحه، نه ربطی به فکت داره، نه ربطی به استدلال داره، نه ربطی به غریزه داره. حتی چشای من داره ریاکشن شما به اون بمبو میبینه. چرا اصلا تعجب نکردین؟ چرا انقدر آمادگی داشتین؟ بعد آقای مهری، ملیکا من یه سری جاها باهات موافق نیستم، سر آقای مهری تا اینجا اومدم الان باهات موافقم. چرا؟ آقای مهری، خانم شریفینیا تارگت شما این و من، بلند میشین برای اینکه ذهنشون رو منحرف کنین از خودتون، میریزین حرفاتون رو روی تارگت دوم خانم شریفینیا که ببین من باشه هستم ولی فاطمه رو نمیگی، فاطمه هم تارگت تا حواست باشه. این دو نفر و آقای فلاحت پیشه اوشن و یاراش دیگه بعد لحظه. فرصتتون طولانی نیست، وقتی میگم یعنی تایمتون تموم شد. نشون بدم متشکرم. شما ندیدین همه دوستان صحبت کردند، اما قبل از رأی گیری باید تکلیف بمب رو روشن کنیم. خواهش میکنم دوستان همه لطفاً ماسکا به چهره، وارد خواب نیمروزی زود هنگام میشیم. آقای یا خانم محافظ، مخاطب من در خواب نیمروزی زود هنگام فقط شمایید. آیا مایلی جونتون رو فدای فردی بکنید که جلوش بمب گذاشته شده؟ اگر بله لطفاً از خواب بیدار شید
و تمام تلاشتون رو برای خونسا کردن این بمب بکنید. من اینجا. متوجه شدم. ماسکا رو از روی صورت بردارید. آرش، خودتی و خودت. خانم فاطمه، من اگر به حرف شما بخوام تکیه کنم که چطور اوشن و یارانش خودشون رو نشون بدن، سه عزیز اینجا هستن که بسیار زیاد پشت هم در اومدن و توی این لحظه که اینجا هستم، رد خون من رو اگر میخواید بگیرید، من کماکان شهرام رو مستقل بازی میدونم، حتی اگر پشت بعضی از دوستان در میاد. خانم مهیا خودشون به حسین مهری یه تارگت زدن، محمد هم بود. حسین مهری کسی بود که فرزاد، سیاوش، شهرام بهش تارگت زدن. الان با این تفاصیل من رو شما دو تا عزیز هستم و شهرام عزیز، خانم مهیا، حسین مهری و شهرام، با توجه به چیزهایی که اتفاق افتاد. امیدوارم که اشتباه نکرده باشه. خب، صحبت‌های شما رو شنیدیم. اون بمب 4 تا سیم داره، با 3 تاش بمب منفجر میشه و فقط با یکی بمب خونسا میشه. از بین کدهای 1، 2، 3 و 4 انتخابتون کدوم عدده آرش؟ 3. سیم شماره 3 رو انتخاب کردن. با شمارش من متوجه میشیم که چه اتفاقی برای بوم میفته. 1، 2، 3. بوم ترکیت. آرش ما رو ترک میکنه و به اتاق مردگان میره. تشویقش کنید. متشکرم، اما خطر بمب برای ابد از سر این شهر برطرف شد. هفت نفر در بازی موندن. با 4 رأی دوستان وارد دفاع میشیم. سر صحبت خانم ملیکا بود. از ملیکا شروع میکنم. در جهت عقربه های ساعت میشمارم. فکر کنید و رأیاتون رو لطفاً با تأخیر ندید که حساب نمی کنم. خانم ملیکا، صفر رأی. شهرام قائدی، صفر رأی. سیاوش خیرابی، صفر رأی. حسین مهری، 1، 2، 3، 4، 5 رأی داخل دفاع. شیدا یوسفی، 1 رأی. مهیا دهقانی، 2 رأی. با تأخیر دادید، رأیتون حساب نمیشه. و فاطمه مسعودی فر، 1 رأی. تک دفاع با حسین مهری هستی. من برم بیرون، شهر میبازه، بازیام تموم میشه. جای اشتباه نیستش. یه ذوقی تو صورت خانم یوسفی دیدم، یا زودیاکه یا مافیاه، نمیدونم برام چیزه. من الان رفتم بیرون، رأی دادیم، دیگه استعلام بگیریم. من برگشتم گفتم شما شیکن، گفتین خانم شریفی نیا درست. الان صد طرف صحبتم با شهرونداست، کسایی که شهروندن گوش بدن. گفت شیک کردیم واسه استعلام دوممون رو بسوزونین. ما اتفاقا اولیه رو نباید استعلام میگرفتیم.
دومیه رو اگه استعلام میگرفتیم وضعیت معلوم میشد یه مافیا رفته بیرون، بعدش میخواستم منو بدم بیرون بعد استعلام بگیرن که بگن یه مافیا بیرون، اون یه مافیا حسینه. منو دادین بیرون، حواستون به خانم شریفینیا خانم یوسفی باش. شما کماکان بیستید لطفا. شش نفر حق رأی دارن و با چهار رأی از میان شما شش نفر حسین مهری عزیز بازی ما رو ترک کرد. کسانی که علی رغم دفاعی که از حسین شنیدن معتقدن ایشون باید از شهر بیرون برن، بعد از شمردن من دستشون رو بیارن بالا و نگه دارن. یک، دو، سه. دمتون گرم، خواستم همین رو. پنج رأی. متشکرم. وصیت کنید لطفاً. خواستم همین رو بگم، دمتون گرم. الان استعلام بگیرین دیگه وقت استعلام گرفتنتونه. بعدش هم چیز بودش خانم یوسفی، خانم شریفی. متشکرم. به اتاق پلیر عالی مردگان برید. بیا تو شهر ببین همه شهری و اون دو نفری که تو گفتی هم شهر، همه شهر رو بگیم شهر میده کلپس کرد. بدون معطلی با شش نفر به شب شماره سه میریم. ماسکا به صورت، مطلقا اجازه عبور نور رو ندید. شب میشود. کل اعضای مافیا بیدار، فرصت شور و مشورت اولیه برای اعضای مافیا. شات به دست آلکاپون یا اولین مافیای نقشدار بعد از آلکاپون. مافیای خوب مافیایی که پلن داشته باشه، استراتژی داشته باشه. از فرصت چشمان بازتون استفاده کنید. شلیک رو به من اعلام کنید. ملیکا رو زد. اینو باید اول کار میزه. متشکرم، متوجه شدم. چوبده باز، اگر در بازی هستی انتخابت رو به من اعلام کن. چه کسی قراره که هیچ توانایی نداشته باشه؟ متشکرم. شور و مشورت نهایی اعضای مافیا، صاحبان کارت‌های قرمز. اعضای مافیا بخوابن. ماسکا رو لطفاً دقیق و کامل به صورت بچسبونید. دکتر بازی بیدار شه. نجات امشب رو به من اعلام کنید. متوجه شدم. دکتر بخوابه. کاراگاه استعلام بگیر. کارآگاه بخوابه. حرفه‌ای. امشب شلیک داریم. متشکرم، متوجه شدم. تفنگدار بیدار شو. اگر در بازی هستی تفنگت رو به کسی اهدا می‌کنی؟ متوجه شدم. کل یاران اوشن بیدار شد. ما قبلا شنیدیم که اوشن از تمام فرصتاش استفاده کرده. چشمان باز، چشمان بسته. بازی مافیا بازی چشمان باز در مقابل چشمان بسته است.
فرصت شور و مشورت شما طولانی نیست رفقا، بخوابید. ماسک‌ها به چهره. با اعلام من 5 4 3 2 1 روز می‌شود. خداحافظی می‌کنیم با هیچ کس. خب استلام دومتون رو استفاده میکنید، تنها استلام باقی مانده رو رای میاره. از بازی شما تا اینجا شش نفر خارج شدن که از این شش نفر دو نفر شهروند دیگه و اما دو نفر آخر بالاخره دو نفر شهروند دیگه است. پس تا اینجای بازی 6 نفر از بازی خارج شدند که شما لطف کردید، بزرگواری کردید، محبت فرمودید، 6 تا شهروند رو فرستادید به اتاق مردگان. پس در بین شما 6 نفری که در بازی هستید، کماکان 3 مافیا و 1 زودیاک نشستن. لذتشو ببرید. عجب سیسیلی ساختین امشب بر ما. وای بچه ها، به رأی‌گیری بیاین دقت کنین. خب کیا میگن حسین مهری مافیا بوده؟ خب نه نه با صحبت نکنید دوستان، بخندید اشکالی نداره. بچه صحبت دارم اون لحظه که رأی میدین رو میگم. کی فکر میکرده همه؟ خب تنها کسی که نیومد با شهر دست به یکی کنه مهیا بوده. خب چرا یکی برخلاف شهر باید عمل کنه؟ من فقط اینو دارم میگم. من الان تارگت 90 دارم میزنم به مهیایی که بازیشو از بقیه بیشتر میشناسم. الان بلند میشی یه حالت تهاجمی و تدافعی میگیری و اینجوری که نه اینجوری نیست فلان، چون دقیقا وقتی مافیا میشی انرژی تو واسه ته بازی نگه میداری. تنها کسی که این وسط واسه من تقریبا سفید شده بود، تنها کسانی شیدا بود و این اواخر یه کوچولو ملیکای عزیز. خب ولی الان شیدا دارم به تو هم شک میکنم، نمیدونم چرا، حس میکنم یه حال گول زدنی داری. ممنونم. یا هر چیزی. و خب ولی الان تکرار من فقط به مهیا میدونم. متشکرم. چالش کوتاه‌تر. چالش بودی شما؟ بفهمید فکرم نوبتتون. خب من همیشه رو خانم مهیا که نظر داشتم از قدیم الایام، یعنی تارگت داشتم. و شیدا چرا نگامون نمی کنی خانم شیدا؟ اگه چیزی میدونی بهمون بگو. اینجوری نگاه میکنی، نگاه عاقل اندر صفیانه این کنی. یکیشون بالاخره زودیاکه دیگه. شهرام هم خیلی خوشگل اومده پشت همه، خیلی خوشگل و ناز پشت همه اومده. این برای من خوشحالم هستی که شهر زودیاک باشی. بین شما دوتا نمیتونم بگم، بین شما دوتا من همچنان سعی میکنم با خانم شریفی نیا بازی کنم. اون اجماعی هم که گرفتیم هممون گرفتیم، هممون معتقد. خانم شریفی نیا نمیتونی بگی مافیا بوده که اجماع گرفته. میدونم چی گفتین شما. نه من متوجهم شما چی گفتین، ولی میگم همچنان بازی میشه چون با فکت بازی میکنه. من بازیکن حرفه‌ای نیستم، سعی میکنم با آدمی که رو فکت بازی میکنه بازی کنم. بفهمید. متشکرم. من چالش میخواد بفرمایید. خب بچه ها یه مسئله مهم، اولا 6 تا پلیر رو ما ندادیم بیرون، 5 تاشون تو شب رفتن بیرون. مافیا اصلا به ما ربطی نداره. آقای حسین مهری بازیش مافیایی بوده. بعدم من مگه چقدر قابلیت دارم؟ من تو شب یک سری قابلیت ممکنه داشته باشم که بتونم انجام بدم، کاری بکنم نکنم، مثل اون دکتر بدبخت که خودشو فدا میکنه مثل هر کسی. از نظر من که گفتم دکتر، دیدین دکتر بود. زودیاک تو بازی 3 تا مافیا تو بازی داریم. زودیاک موظف پشت دست شهر
بازی کنه. من الان یه شرط دارم، شهرم هم شیداست، از اولم بوده است، کاری ندارم، شهرم شیداست. محیا امروز بیرون، چون محیا مافیا زودیاک هم نیست، محیا بازی زودیاکیش فرق میکنه. محیا امروز بیرون، محیا باید بره بیرون. این تموم شد. سه تا مافیا میمونن که بازم من به نظرم شهر باخته، چون دکتر نداریم، چون حرفه ای نداریم. ما به بازی به عجولانه رفتار کردن حرفه ای میبازیم این بازی رو. بابا نکن حرفه ای وقتی رو زد. ممنونم خانم ملیکا، زمان چالش کوتاه دوستان. بله ببخش. بله ببخشید میکنم. بله بفهم، خواهش میکنم، صحبت میکنم. آقای سیاوش، معنی ریاکشن منو نمیدونی؟ 6 تا شهر بیرونه، سه تا ساید سیاه مافیا، یه دونه زودیاک. یعنی توی این جماعتی که نشستیم اینجا خیلی هم خوشحالیم، فقط دو تا سفید داریم. تموم شد و رفت. ولی یه نکته دیگه، من نمیدونم، شاید دکتر تو بازی باشه، به خاطر اینکه شب گذشته ما کشته نداشتیم. نه مطلقا صحبت نکنید، لایک دیسلایک همین. ممکنم هستش که دو تا میشینه، یا زودیاکو زدن یا یه دکتر در شهره. حالا به هر حال اگر شما شهری، خواهش میکنم، اگر شهری، من که کارت خودم رو میدونم چیه، اگر شهری آقای قائدی، اگر شهری خواهش میکنم اجماع کنیم این دست محیا رو بدیم بیرون، این دست محیا رو اگر شهری بدیم بیرون، بعد شاید امیدوار باشیم. من هنوز بازی تو رو نمیدونم ملیکا چیه واقعا، اما ملیکا تا الان داره با فکت بازی میکنه. ایشون بازیکنی نیستش که اصلا بخواد در واقع ساکت بشینه، چیزی نگه. امروز هر کدومتون اگر شهرین باید بفرمایید به محیا تک رای. متشکرم. خب متوجه حرف شما شدم. من میخوام یه حرف خیلی مهم بزنم. اصلا ولش کنیم خانم محیا رو، ولش کنیم. تک رای بفرمایید. آقا یارای من با من رأی میدن؟ آقا یارای من با من رأی میدن؟ آقا میدین؟ رأی میدین؟ رأی میدین؟ رأی بدین. آقا رأی بدین به خانم من. رأیم تک رأی، شما هستین. به من اعتماد کنید. تک رأی بفرمایید. خانم شریفینی ایشونو کاور میکنن، ایشونو هم خانم رو کاور میکنن. شهرم خانم مستقل بازی، خانوم مستقل بازی. من به عنوان هر چیزی، اصلا که شهر برنده نخواهد شد، قطعا زودیاک میبره اگر این روند بره بیرون. من دلم نمیخواد به زودیاک ببازم. تک رای خانوم بره بیرون. تک رای خانوم بره بیرون. دیالوگ نکنید. مستقل بازی، ایشون نره بیرون، مافیا شات میکنه. مافیا شات کنه، شب بعد هیچ اتفاقی نمیفته، خانم دوباره شات میکنه. بچه چالش. بچه بلند شدم اسم محیا را آوردم. چی گفتم؟ گفتم من وقتی به محیا میگم تو مافیایی، بلند میشه چیکار میکنه؟ حالت تدافعی، تهاجمی، بلند میشه، دقیقا میریزه رو من، انرژیشو نگه میداره برای آخر بازی. آقای خیرابی، بلند میشین بعد من که از شما چالش گرفتم صحبت میکنیم، میگیم محیا، بعد چالش میگیریم، یهو میگیم فاطمه تک رای بیرون، یهو چه اتفاقی تو این دو دقیقه میفته، الهام میشه یا بالا بهتون. بچا من تک رای میدم به محیا. خب دو تا مافیای بعدی من شما دو نفری، مافیای بعدی من از بین شما دو نفره که من، آقای قائدی سکوتتون فقط داره باعث میشه که فکر کنم مافیایین. همین شیدا برام سفیده، بین زودیاک و مافیا، یعنی مافیا این بره، زودیاکو من میخوام تصمیم بگیرم. یعنی بر اساس چیزایی که میبینم، بازی که ملیکا داره میکنه، فکتایی که میاره برامون، حس میکنم زودیاکمون ملیکاه. بفرمایید آقای خیرابی عزیز.
قطعاً وقتی شما میگین که نه ایشون نره ایشون بره، من مطمئن میشم که ایشون زودیاکه. بعد میگی یارای من به من رأی میدن، به آقای قائدی و خانم دهقانی نگاه میکنین. شما سه عزیز مافیایین. ما اگه زودیاکو الان بدیم بیرون که قطعاً به شهر میبازی، به مافیا میبازیم، یعنی قطعاً شهر میبازه. اگر ایشون که زودیاکه تو بازی بمونه، ما این شانسو داریم که یه مافیا بدیم بیرون. فردا شب مافیا میخواد بزنه، زودیاک هم یکی برای ما بزنه. حالا نمیدونم الان فکر کنم، ولی شاید یه درصد رسیدیم به کیاس. اصلا اینا نیست به قول آقای فرزین. زودیاک باید بمونه، چون والا ما به قطع الان بخوابیم صبح پاشیم بازی رو باختیم. نه خوشگل من، یا تو که عشق منی، از اولم گفته بودم این مافیا قطع من باش کاری ندارم، یا ایشون، هر کدومو دوست دارین تومه کنین، هر کدوم. آقای قائدی که صد من گفتم نبات میمونه تو بازی، اصلا مسئله نیست، بمونه کیفشو ببریم. آقای خیرابی صد مافیا، شما صد مافیا، اتفاقا ایشون که تارگتاش از شما میپره به اون، با من همراه میشه با این بازی، ایشون زودیاکه، وگرنه بالاخره پشت یکیتون قایم میشه. ایشون زوده، ایشون هیچ جا نمیره، ایشون هیچ جا نمیره، مگه اینکه بخواین صدای رأی بدین یا دیگه. باشه مبارکه دیگه، اینطور بردن، خسته نباشید، بذارین یکم بازی ادامه بده کنه بخندیم. مرسی. چه بازی؟ خب خانم شریفیان، شما پلیر حرفه‌ای هستی. من واقعا سعی میکنم از آدمایی که خیلی بلدن یاد بگیرم. میگه سکوت میکنی، من از اول مشکلم با تو بود، دلم باهات صاف نشد که نشد که نشد، و قشنگ این وسط پارو زدی. یعنی الان من مطمئنم که یه اتفاق افتاده و شما این وسط هایین، ولی من همچنان دارم یه سوال مهم از خانم شریفنیا دارم. شما سفت و سخت بستی رو حسین مهری. ببینید، نه دیگه، ببین الان من میخوام بگم زودیاک بمونه که شاید اون ته ما یک شانسی داشته باشیم. چرا سفت و سخت بستین روی یک شهر که ما هم پشت دستتون بازی کنیم و شهر رو بدیم بیرون که الان تو این ماجرا گیر کنیم؟ متشکرم، صحبت‌ها رو شنیدیم دوستان. خیلی جای حساسی از بازی متمرکز باشید دوستان. رأی‌گیری رو از سیاوش شروع می‌کنم. خیلی به دقت و به موقع رأی بدید، چون کوچکترین تأخیری رو حساب می‌کنم و رأی رو باطل می‌کنم. سیاوش خیرابی، صفر رای. شیدا یوسفی، صفر رای. مهیا دهقانی، سه رای داخل دفاع. فاطمه مسعودی فر، سه رای داخل دفاع. بفرمایید. ملیکا شریفی نیا، صفر رای. دو نفر، شهرام قائدی، صفر رای. دو نفر داخل دفاع هستند. نفر اول، مهیا دهقانی. بچه ها تک تکتون رو دوست دارم از صمیم قلب و حرفی ندارم، چون تک تکتون رو هم دوستامین هم دوستتون دارم. سکوت میکنم. متشکرم. بچه درسته خیلی ترسناک بود بازی وقتی استعلام رو گرفتیم، ولی الان خیلی خنده‌دار شد و احساس می‌کنم اولین بار همچه اتفاقی میفته توی بازی. بچه من از اولش پشت دست شهر بازی کردم. ملیکا به غریزت اعتماد کن، اتفاقا شما به غریزت اعتماد کن. مهیا دهقانی مافیای صدتون مگه نیست؟ سلام، مگه اون دو نفر مافیای صدتون نیستن؟ خب بفرمان بیرون، تموم شد و رفت. اعتماد کنیم به غریزت. متشکرم. ماسکا به صورت، به خواب نیم روزی میریم. دو نفر داخل دفاعی هستند. به جز دو نفری که دفاع کردن، چهار نفر حق رأی دارن. دوستان شما میتونید فقط به یکی از این دو نفر رأی بدید یا اصلا رأی ندید. کسانی که به نفر اولی که از خودش دفاع کرد، یعنی خانم مهیا دهقانی رأی میدن، بعد از شمارش من دستا رو بیارن بالا و نگه دارن. یک، دو، سه.
متوجه شدم. دستا رو بندازید. کسانی که به نفر دومی که از خودش دفاع کرد، یعنی خانم فاطمه مسعودی فر، رأی میدن بعد از شمارش من دستاشون رو بیارن بالا. 1 2 3 متشکرم، متوجه شدم. ماسکا رو از چهره بردارید. اعلام نتایج رأی گیری. خانم محیا دهقانی 2 رأی، خانم فاطمه مسعودی فر 2 رأی. نتیجه رو قرعه معلوم. یکی از کارتا رو بردارید اما فعلا نشون ندید. متشکرم. فعلا بذارید روی میزتون. کماکان کارتتون رو نشون ندید. یکی از کارتا سبزه و علامت این که صاحب کارت سبز کماکان در بازی میمونه و یکی از کارتا قرمزه. صاحب کارت قرمز ما رو ترک میکنه، البته بعد از وصیت. کارتاتون رو ببینید، به دوربین نشون بدید. از بازی بیرون میرون. بله، این شهر به این علکیان نیست. متشکرم. خانم فاطمه مسعودی فر کماکان در بازی میمانند. وصیت خانم محیا رو میشنویم. شهر با مافیا بازی کنین دست به نظرم. زودیاک نظر ببره. مرسی. متشکرم. لطفاً به اتاق مردگان برید. به دوستان مرده ما سلام برسونید. ماسکا به صورت. کل اعضای مافیا بیدار. شب شماره 4 بازی. خیلی باید دقت کنید. امشب با زودیاک کار دارم. فرصت شور و مشورت برای شماست. شات به دست آلکاپون یا اولین مافیای نقشدار بعد از آلکاپون. شات رو لطفاً به من اعلام کنید. متوجه شدم. انتخاب شعبده باز اگر در بازی باشه. متوجه شدم. فرصت شور و مشورت نهایی برای اعضای مافیا. مافیا بخوابه. دکتر شهر بیدار شه. نجات امشب رو به من اعلام کنه. متوجه شدم. دکتر بخوابه. کاراگاه بیدار شو، از من استعلام بگیر. کاراگاه بخوابه. حرفه‌ای از گلوله‌های جنگید استفاده می‌کنی ای تک تیرانداز شهر؟ استفاده می‌کنی؟ اگر آره با لایک به من نشون بده. متوجه شدم. بخوابه. تفنگدار، تفنگی رو به کسی اهدا می‌کنی؟ متشکرم. متوجه شدم. تفنگدار بخوابه. زودیاک هستی نیستی؟ اوضاع چطوره؟ شب زوجه، شب توه. کمی فکر کن. متوجه شدم. کل یاران اوشن بیدار شن. فرصت شور و مشورت برای شهروندان آگاه. یاران اوشن بیدار شن.
فرصت شور و مشورتتون طولانی نیست، شب کوتاهه. ماسکا به چهره یاران اوشن بخوابن. با اعلام من 5 4 3 2 1 روز می شود. خداحافظی می کنیم با دو نفر. شیدا جان متشکرم، تشویقش کنید. متشکرم، به اتاق مرده ها برید لطفا. متشکرم سیاوش جان، شما نوشیدنی انرژیزات رو لطفا با خودت ببر و یه واندهی با خودت ببر و به اتاق مرده ها برو. متشکرم، مرسی. لطفا از روی صندلیاتون بلند شید، بیاین پشت میز من. پشت میز من بیستید، خواهش میکنم. ما به مرحله آشوب رسیدیم یا همپیمانی. شاید جذاب باشه که این مرحله رو توضیح بدم. از لحظه‌ای که من اعلام میکنم مطلقاً الان صحبت نکنید. خیلی خیلی حساس. از لحظه‌ای که اعلام میکنم 2 دقیقه زمان رو نگه میدارم. تو این 2 دقیقه شما آزادید با هم حرف بزنید. و 2 نفر قرار علیه 1 نفر با هم همپیمان بشن و بعد نتیجه بازی رو اعلام میکنم. 3 2 1 بفرمایید. میشه اجازه بدید من یه چیزی بگم؟ من شهرم، شهر باخته. پس من باید تعیین کنم که دلم میخواد با زودیاک ببازم یا به مافیا. به همین راحتی. شهرم بر اثر سهلنگاری واقعا نباخته. واقعا ما همه زحمت کشیدیم. بازی آقای مهری خیلی مافیایی بود. حالا به هر حال بدشانسی هم به شدت من خودم به شخصه توی شب آوردم. به شدت. ازم باور نکردنی. ولی خب ما 5 نفر رو توی شب از دست، 4 یا 5 نفر رو 5 نفر توی شب از دست دادیم. خب خیلی مبارکه هر کدومتون باشه که میخواین ببرین. متاسفانه نمیتونم. کدومتون بیشتر دوست دارین ببرین بگید، من به اون رای بدم. نوش جونتون بسیار درخشان بازی کرد. من به احترام خانم اصلا سکوت میکنم. اختیار دارید. من برات چند تا فکت میارم که مافیا نبره. مافیا چند تا شهر زده تو شب، تو روز، چند نفر رو داده بیرون. کل شهر رو مافیا 3 نفری قلقم کرده. 1 دقیقه زودیاک کیو زده؟ یه مافیا زده رفته بیرون، یه دونه شهر زده رفته بیرون. تو دوست داری به مافیا ببازی؟ نه، من دوست دارم به زودیاک ببازم. و با تمام علاقه‌ای که به شما نبات شهر دارم، کاملاً حرفت منطقیه. قطعاً زودیاک باید این بازی رو ببره، چون یک تنه تا اینجا اومدی. شما عزیز دل شهری، هیچی از ارزش های شما کم نمی. پدر ما رو در آوردین توی شهر. من هم دوست دارم که اصلا بازی رو زودیاک ببره. مونده. نوش جونت. دعوت میکنم از تمام مرده ها که به ما بپیوندن تا من بعد نتیجه بازی رو اعلام کنم. مطلقا ریاکشنی نداشته باشید. کماکان مرده بمانید. دوره. تو مرده ها بیانید. مرده دو. اطلاعاتی وارد بازی نکنید. دوستان. خانم ها، ملیکا شریفی‌نیا و فاطمه مسعودی‌فر علیه آقای شهرام قائدی با هم همپیمان شدند و زودیاک برنده بازی. اصلا بابا آقا نمیشون. تو اقلا با شهر کنید. تو با شهر کنید. از عکس یادگاری برنده که 11 نفرتون رو یک نفر شکست داد لذت ببرید. بشین عکس خوب بشه. آفرین. 3 2 1
حس میکنم حساس شدم،